ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، علازتین جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یواش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. خیلی سریع آغاز بکنیم صحبتامونو در رابطه با مسئله انتخابات در امریکا که تمام جهان رو تحت تأثیر قرار داده، تا ببینیم که نتایج این انتخابات به کجا کشیده میشه. البته نتایجش که از نظر آدمای باشرف و انسان‌هایی که صلح‌دوست هستند، بشردوست هستند و خواهان یک کره زمین ساکت و آرامان، خب نتایج مشخصه. پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما از همه شما میهن پرستان، از همه شما عزیزانی که
نطف محبت میکنید، سنگر ایران آریایی رو، تنها سنگر باقی مانده، هرچی که میگذره من خودم بیشتر به حرف خودم ایمان میارم، واقعا تنها سنگر باقی مانده در بین ده ها فرسنده فارسی زبان، رادیو، تلویزیون، همشون مزدور. تنها سنگر باقی مانده فعلا اینجاست، خونمونه، تنها خانه ای که از چپ و راست دارن بهش فوش میدن، دارن اهانت بهش میکنن، ولی محکم ایستاده. هر از شنگایی هم که میخوان به یه طریقی زیرابشو بزنن، میبینن که خب زورشون نمیرسه. از همه شما خانم آقایون، از باقی مانده میانپرستان خواهش میکنم لطف محبت بفرمایید و به سنگر کمک کنید، همیاری کنید، تلفن بزنید، ما رو هم خوشحال بکنید، دل ما هم شاد بشه. خیلی هم از همتون ممنونم، خیلی 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 سپاسگزارم از لطف محبت همتون، همین شما سروران گرامی، در طول این دو ساعتی که در خدمتون هستی. اما آخر هفته اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به عبارت روزای شنبه و یک شنبه یک جمعیت عظیمی را افتاد به سمت پایتخت ایالات متحده امریکا، واشنگتن دی سی، که طرفداران پرزیدنت ترامپ بودن. خیلی مسالمت آمیز، مؤدبانه، که در شأن میهن پرستان است، نه در حالتایی که اینا میخوان تعریف بکنن، اینا چماق کشن، اینا فخاشن، اینا چاقو کشن، یه مش مصدقی ایران بر باده، یه مش چپی خائن جهان وطن، یه مش تودهی همیشه خائن، یه مش تروریست های مجاهد، فرقه مسعود رجوی، که به قول بچه ها میگن آقا دیگه به اینا نباید بگیم سازمان. راست میگه، ما داریم اسم سازمان رو خراب میکنیم. فرقه رجوی مثل حزب مشروطه، دیگه نباید ما به اینا بگیم حزب مشروطه، فرقه داریوش همایون، چون ما اگه بگیم حزب مشروطه هم مشروطیت رو خراب کردیم هم معنای حزب رو. فرقه داریوش همایون که داخل پرانتز مینویسن دموکرات، لیبرال دموکرات، فرقه، تبدیل به یه فرقه شدن. به هر حال میهن پرستان امریکایی با در دست داشتن پرچم‌های ایالات متحده امریکا، روی تیشرت‌هاشون هم نوشته بودن، روی پیراهن‌هاشون، لباس‌هاشون هم نوشته بودن ترامپ، و شعارهای بسیار آرام میهن پرستانه، نه اتوبوس آتیش زدن، نه سینما آتش زدن، نه تخریب کردن، نه حمله کردن به مغازه ها مثل وحشی ها، کفش بدزدن، شلوار بدزدن، دیگه کامپیوتر بدزدن، تلفن بدزدن، چون میهن پرستان دوز نیستن. دوز اونایی هستن که 20 سال جلو دوربینا نشستن و فخاشی میکنن به میهن پرستان، میگن که پول بدین، پول بدین، فقط پول بدین. اینا دزدن، همشون دزدن، همشون مزدورن، همشون تن لشن. پسمانده هاشون رو دارید میبینید در تلویزیون های فارسی. میهن پرستان خیلی مؤدبانه، خیلی قشنگ در یک تظاهرات بسیار بسیار عالی، آرام، مسالمت آمیز، شیک، که رخت و لباساشون هم داشت نشون میداد، آدم حسابی. میهن پرستان آدم حسابی هن، با شخصیت هن، دزد نیستن، کلاش نیستن، تنلش نیستن، جلو دوربین نمیرن توی خانه های فساد بگن جون من دوستش داری. میهن پرستان حتی اگر یک بطر که هیچی، یه استخ مشروب ما بنوشیم که تا چشمتون کورشه به موقعش هم مینوشیم، نمیذاریم یقاهای کراواتمون شل بشه، با دوتا پیک بالا پایین نمیشیم که نشون بدیم ذاتا تنلشیم، که تو خونه هامون فقط عکس مصدق و خمینی بوده، رو دوش بابا هامون پالون بوده، و با یه مش تنلش هم بشینیم به میهن پرستان توهین بکنیم. چپ و راستتون میکنم، من فرقه داروش و همایون نیستم خفه هم بگیرم، اینقدر میزنم اتون تا دندونه پوسیدتون بره تو حلقتون. باریکلا به میهن پرستان امریکایی، آفرین آفرین، 1300 آفرین، دمتون گرم، خیلی تمیز اومدن. طرفداران
چپ طرفداران دموکرات ها تن لش ها حمله کردن بهشون، تحریکشون کردن، پرچمای امریکا رو حتی انداختن زمین، آتش زدن، پاره کردن، فیلماش هست، با چوب حمله کردن، اما هیچ کدوم از اینایی که تو خیابونا به نفع ترامپ، پرزیدنت ترامپ اومده بودن، هیچ کدومشون وحشیگری نکردن و فقط با شعارهای USA یک فضای میهن پرستانه رو راه انداختن. من امیدوارم، حقیقت دروغ چرا نمیتونم بگم امیدوارم، ولی آرزو میکنم که یک انسان با شرفی حرفای چند دقیقه که میخوام بزنم رو اینو یه جوری به گوش پرزیدنت ترامپ برسونه، چون اعتقاد دارم که ترامپ الان داره دوست و دشمناشو نگاه میکنه، متوجه میشه که به اسرائیل اینقدر خدمت کرد و میبینه که رفیق چجوری نارفیقی کرد و از پشت خنجر زد، چون اینا همشون توی یه فامیلن. گلوبالیست ها گهگاهی به هم یه چیزایی میگن، دروغ میگن، سر پول دعواشون میشه، ولی همشون از یه قماشن، همشون توی یه گروهن، همشون به موقع دندونای تیزشون رو نشون میدن، مثل جمهوری طلبان. جمهوری طلبان اسمشونه که میگن جمهوری دموکراتیک، جمهوری نمیدونم آزاد، جمهوری ملی، جمهوری خلق اسلامی، جمهوری نم سکولار، چرت پرت با لغت بازی کردن، جمهوری اسلامی، جمهوری زهرمار، ولی در نهایت همشون از یه قماشن، از یه تیرن و شاهزاده شاهزاده هم میکنن، سر آرامگاه اعلیحضرت هم میرن، با شهبانو هم گفتگو میکنن، مثل همین لگم فروش تنلش دوست، کلاش، شالاتان، ناموس فروش، و لوگوی برنامه شون هم عوض میکنن. تازگی ها که من سرباز شاهزاده هستم، چون پولا رو جمع کرده گشته کنار، حالا میخواد این ور از این طرفی نفوذ کنه که باز خودشو برسونه به چسبونه به میان پرستان، ولی ممل و رولو برد دیگه، هنوز پیش هیچ کس رنگ نداره. و اینها با شعارهای فریبکارانه جماعت رو دور خودشون جمع میکنن، اما همشون در یک ریشه، در یک نقطه با هم مشترکن، ضد پهلوی هن. حالا تو میخواد اسمت معصوم قومی کثافت باشه که میاد جلو دوربین میشینه میگه نمیتونم، به کارگردانم گفتم چون من برام قول بدنم گریم میگیره به خاطر جریان آبان. برو پدر سوخته، من خودم یک عمر تو وسط چله زمستون زغال فروختم، حالا تو اومدی ما رو سیاه کنی انجوجک. ببین ما چقدر بدبخت شدیم که این درب داغونی که هر جا وارد میشه، اول دماغش وارد میشه، این اومده ما رو فیلم کنه. تو کجا؟ تو بنگاه‌های لجن پراکنی لندنی کی نشسته داره باش گفتگو میکنه؟ از اون لجنتر، از اون مزدورتر کی اون بر نشسته؟ از اون کثافت‌تر، از این لجنتر، سه تا لجن نشستن دور هم شده لجنزار. برای همین میگم بنگاه‌های لجن پراکنی. بله، عرض میکردم فرقی نمیکنه، میخواد معصوم قومی باشه، صیغه‌ای خاتمی که ننش تو خیابونای تهران عربده میزنه میگه لبیک یا امام خامنه ای، تو 22 بهمن فیلمشو گوشم تو کانال تلگرام، یا عباس چاخان باشه. عباس چاخان خیلی برم کردی، عباس چاخان گفتی، آره همین که میگه من بچه میلانم، دروغ میگه، این متولد استالینگراده، بزرگ شده لنینگراده، خلاصه تو این گراد مراداست این عباس چاخان، شاگرد پادوی محمد شمدوز، که میگه محمد شمدوز گفته وقتی من به درک اسفر و سافرین رفتم این مانیفستو چیز کن بیا بخون، فروغ و لعنت به پدر مادر مرده و زنده‌اش، یعنی اونی که مرده و اون تویی که زنده ای، متاسفانه داری اکسیژن کره زمین رو کثیف میکنی. و سایر اراذل اوباش، حسن صدقه خور که بابای کثافتش جلوی اعدام خمینی رو گرفت، سید کاظم شریعت مداری گور به گور شده، یعنی نوکر انگلیس، که حالا حسن صدقه خور افتخار میکنه نوکر سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شده. صدقه خورن دیگه، نوکرن بابا، نوکرن، همشون اجنبی هن. فرقی نمیکنه کدوم جمهوری طلبی باشه، میخواد اسمال بزاز باشه که ریش بوزی گذاشته با اون زن شکو بچه دوزد، میگه سکولار دموکرات، سکولار دموکرات، نمیدونم مزخرف، چرت و پرت. یا میخواد دیگه سایر اراذل و باش برام شطور باشه،
که چند هفته پیش تریاک کم آورده، خبرش هم بهتون بدم. بعد پیک فرستاده برای پیش یارو علی منقلی، دولا پناه باش حساب کرده، با هم دعواشون شده، برو تو برنامه گذار. 20 سال اینا نشستن جلو دوربینا ادای علی گلابی واسه خودشون در میارن دموکراسی. دکتر مصدق بعد عکس ستارخان و باقرخان هم میذارن پشت سرشون که سال روز درگذشت اون سردار ملی ستارخان، مرد بزرگ، بنیانگذار نبردهای ملی در زمان مشروطیت به اتفاق سایر مشروط خواهان، سایر بزرگان، ارمنی و مسلمون در کنار هم قرار گرفتن برای آزادی ایران. به هر حال روان شاد، روان ستارخان و تمام بزرگان مشروطیت شاد. یه عکس برام اومد که مقبره جهانگیرخان سور اسرافیل رو زدن درب داغون، داره درب داغون میشه، ریزش کرده. قبر تمام اماماتونو میریزیم پایین، نمیذاریم هیچ کسافتی دیگه تو مملکت به اسم امام و امامزاده تو هیچ جا پارک باشه، هیچ جا. با کلنگ میزنیم که بیا اون اسکلتشو بکشون بیرون، ببینیم این چه کسافتی بوده اون تو. چرا ملت ایران 1400 ساله میخ کردین و سر چوب کردین برن دنبال یه چیزی که معلومه کی برن به چرخ؟ علی دلواری رو فراموش کردیم، اصلا کجاست؟ قبرش کجاست؟ امیرکبیر رو فراموش کردیم، ستارخان و باقرخان رو فراموش کردیم، ابو مسلم خراسانی فراموش کردیم، بابک خرمدین رو فراموش کردیم، رضا شاه بزرگ رو قبرش زدیم داغون کردیم، داریم میگیم که بریم پیش خانوم معصومه. خاک بر سر ما، غیرت که نباشه جان در عذاب بالام جان. بعد میگیم چرا یه مش تللش شدن اپوزیسیون ما، اپوزیسیون ساختگی انگلیس، همشون اپوزیسیون ساختگی هن، اپوزیسیون ساختگی انگلیس که بیان بشینن جلوی دوربینا رسما و علنا دارن بخوری حال میکنن، دارن چرت میزنن، این یکی مرکه الکلی، اون یکی تریاکی. بعد میگه ما اپوزیسیونی، بعد میرن یه تنلشی هستش تازگی ها شده چهره جدید، همه این لگن فروش دوز ناموس فروش میاره، بهمنشه، چسمنشه، نمیدونم چه قیافه آشغالش، میاد اونجا بعد میگه که حالا هفت و هفت میاد. بذار اینا رو بهتون بگم، گزارشات ما بدم، گزارشات آخر هفته رو بچه ها برای من زب میکنم میفرستن. یعنی آقای احمدی ناراحت نشید، نه خودم بهتون گفتم بفرستید بیاد من کارشون دارم، شما بدین به من کارتون نباشه، من اینا رو بلوزه میخوابونم تا به ترام برسیم. بعد مردی که این آرو همین چسمنشه چیه، نشسته میگه که مال جبهه ملی، شاکر پادوی مصدق، همشون هم تریاکی، همشون هم از یه قماشن، قیافه هاشون نگاه کنیم مثل اون اولاق خراسان و لجن خراسان و همین آشخال و بقیه عرازل و باش، لگن فروش دوز، ناموس فروش، شرف فروش، کلاش. بهش میگه آقای نمیدونم هویج منش، نظرتون راجع به پیمان نوین شاهزاده چیه؟ تریاک هم کشیده صدا دورگه، سیبیل هم گذاشته که لب و دهن کبودش مشخص نشه، نی خودشون بیشورن، خیال میکنم ما هم از خودشون بیشوریم با اون دک و پوزش. البته اشکالاتی توش هست، ولی خب اگر شاهزاده رضا پهلوی قبول بکنن که در زمان قدیم، در زمان گذشته، بله، ولی عهد سابق، آخرین پادشاه ایران، آخرین فرح دیبای ایران، فرح دیبا، آخرین ولیعت ایران، آره، آخرین سلطنت، اگر شاهزاده رضا پهلوی قبول کنن که در زمان گذشته، در زمان پدرشون اشکالاتی بوده، اشتباهاتی بوده، کشتن، اعدام کردن، دوزی کردن، چاقو کشیدن، شکنجه دادن، همینطوری داره میگه. بعد بیشرف لگن فروش دوز که زیر چتر خاندان پهلوی میلیونه شد، مردی که یه سکه فروش، عکس فروش، قابلمه فروش، لگن فروش دزد، و حالا میاد تو لوگوی برنامه‌اش عکس اعلیحضرت میذاره که جماعت رو گول بزنه. ایرونی هم که خوراکش گول خوردنه، آی ما دست به گول خوردنمون گود خدا شاهده، هندیا، افغانیا، بنگلادش، سریلانکا، پاکستان، بورکینافاسو، اوگاندا، موزامبیک، جزایر آدمخوار جنوبگان و استرالیا، به شرف هم سوگن هوششون بیشتر از ماست، آی ما دست به گول خوردنمون خود. من تازه فهمیدم چرا 1400 ساله، اقلا بگو 400 سال از زمان صفویه، چرا 400 ساله یه مش آخوند تنلش، یه مش تنلش بی سواد روز و خون زیارت نامه خان میرن بالای منبر میگن آقا حسین
به شرفم سوگند، به شرفم سوگند. من بعضی موقع فکر میکنم که پدرم چند سال فوت کرده، به شرفم سوگند میگم چند کی بود. 400 سال اومدن سر همون تاریخ تاسوعا عاشورا ملت سرکار گذاشتن، بعد ما هم گریه میکنیم، ما هم تو سرمون میزنیم، قمه میزنیم، زنجیر میزنیم. هر سال هم بعد یه چیزی بهش اضافه میکنم، هر سال هم یه داستان بهش اضافه میکنم، هر سال هم یه داستان بهش اضافه میکنم. یه بار لبش رو تشنه میکنن، یه بار تهش رو تشنه میکنن، یه بار سرش رو تشنه میکنن، یه بار سرش میبرن، یه بار تهش میبرن، یه بار وسطش میبرن، یه بار اصلا نمیبرن، یه بار یارو تو خماری میذارن. یک کثافت کاری. میدونی چرا؟ چون عادتمون دادن که با شعورمون بازی کنن، با شعورمون داره بازی میشه. من از این شاکیم، من از این شاکیم. لگن فروش دوز، چون چیز خواب ملت ایرانو فهمیده، رگ خواب ملت ایران فهمیده، چون روز خونه دیگه بابا، روز خونه. این روز خونه چون رگ خواب ملت ایران فهمیده، رسما به علنا دارم با شعور ما بازی میکنم. من تنها کسی ام که اومدم دارم بهتون میگم با شعورتون نذارین بازی بشه. مردم اینقدر بهتون گفتم. حالا بعد این لگن فروش دوز به جای که بگه آها میشه بفرمایید چه شکنجه چه زندانی، داشتم گذاشته میگه بله بله من با شما موافقم، توف به اون روح پدر مادر، هر چه آدم دروغه، لعنت به پدر مادر هر چه آدم دروغه. یک مشروطه خواهی با شرفم نیست که جلو اینا وایس، جلو این دور مینا دروغ میگم، مشروطه خواه نیستم، دروغ میگم، دارم بهتون میگم. حزب، اسم حزبو خراب کردم، اسم مشروطه‌ام خراب کردم. 10 سال فرقه داریوش و همایون نشست اونجا، 10 سال فرقه داروش و همایون نشست اونجا، به مزخرفات اینا گوش داد، به همدیگه میگفتن درود به شرفه، سر یه استکان عرق واسه هم دیگه تیغ کشیدن واسه خاطر یه لقمه نون و میکروفون. دروغ میگن، نه رفاقتشون رفاقت، نه مردونگیشون مردونگیه، نه توامیری زدنشون توامیریه، نه لوتیگریشون لوتیگریه، رو هیچیشون نمیشه حساب کرد. بهترین جمله رو من گفتم، لجن جلس. حالا دارم دوباره یه لغت برای لندن پیدا میکنم، هر چی فکر میکنم بری اونجا چه لغتی بزنم، هنوز موندم یه 30 سال سر کارم. لجن جلس، واقعا لجن جلسه. یه نفرم با غیرت پیدا نمیشه بزنه تو دک و پوزه. آخه مردی که تو داری سکه شاهنشاه رو میفروشی، بعد اینو رفتی آوردی و امثال اینا رو برمیداری میری اینقدر توهین میکنی به شاهنشاه مملکت، مردی که دوز، مردی که کلاش. بعد مردی میگه که آره شاهزاده رضا پهلوی باید بگن اشتباه بوده، چیز کردیم، شکنجه بوده، زندان بوده، کشتن، دزدیدن، بردن، خوردن، همه اینا بوده. تا ما با ایشون بعد که اینا گفتن، بعد ما بشینیم گفتگو کنیم دیگه، و یه بخشی هم از سلطنت طلبان هم با اونا هم گفتگو میکنیم، اونا که لاتو چاقو کش نیستن. ما لاتو چاقو کشیم یا تو تنلک آشغال که سینمارکس آبادان آتش زدن، که به قول بچه های آبادان 4-5 تاشون تو آلمان و انگلیس با من دوستن. میگن آقای احمدی از قول ما بگو، ما دست از خون اون 700 تا آدمی که سوختن بر نمیداریم. چرا مصدقی های ایران بر باده در 28 مرداد 1357 اعلامیه دادن بیرون، 3-4 روز بعدش اعلامیه دادن بیرون، گفتن که کار ساواک و شاهه. چرا دروغ گفتیم؟ چماخکش بچه های سلطنت طلبن یا داروش همایون که خودش گفت، چیز داروش فروهر گور به گور شده، تنلش دریاکی خودش گفت، گفت من چوبی تو دستم بود، وقتی دیدیم که کودتا داره پیروز میشه، چوب تو دستم بود، سر چوب میخ زده بودم تو کوچه بلند، طرفدارای شاه رو میزدم با چوب. چماخکشن همشون، تمام مصدقی ها چماخکشن، عربده کش، تریاکی، ناموس فروش، شرف فروش، همشون نوکر انگلیس، همشون نوکر انگلیس. بعد تن رش آشغال، تو به جای اینکه بیای معذرت خواهی بکنی از ملت ایران. ببینی من مثلا بهتون بگم، هر میهن پرست با شرفی، هر کسی که میگه من میهن پرستم، یا نفهمید داری چی میگی، یعنی دهنتون رو وا نکنی، یا اگر میفهمید دهنتون رو وا میکنید پای حرفتون وایسی. میهن پرستی اینیه که من دارم بهتون میگم، هیچ میهن پرست با شعور و با شرفی بر سر سفره خونینی که جمهوری طلبان 41 ساله دورش جمع شدن نباید بشینه. ما هیچ اتحادی با این تنه لشا نداریم، با هیچ کدومشون. اینا باید بیان بگن غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم، ما ملت ایران رو به مسلخ خمینی فرستادیم، ما ملت رو به این مسلخ ها فرستادیم، به این قتلگاه فرستادیم، به این قصاب خونه فرستادیم.
ما باعث کشتار ملت ایران شدیم، ما باعث شکنجه و آزار و زجر ملت ایران شدیم، ما باعث شدیم که روز صورت دختر ایرانی اسید بپاشن، ما باعث شدیم به دختر و پسر ایرانی، به زن و مرد ایرانی تو زندان‌ها تجاوز بشه، ما باعث این آوارگی شدیم، ما باعث شدیم یک ایران مترقی، یک ایران پیشرفته، یک ایران متمدن درب و داغون بشه. ما مصدقی ها کردیم، ما توده های همیشه خائن، ما چپ وابسته، ما تن لشا این بلا رو بر سر ملت ایران آوردیم. اگر گفتن ما باهاشون وارد مذاکره و گفتگو میشیم، اگر نگفتن جنگ همینیه که من دارم بهتون میگم بچه های میان پرست امونشون ندید به این بیشرف ها و کسانی که به اینا میکروفون میدن. در رأسش بزرگ کثافت تاریخ تلویزیون های فارسی زبان، بزرگ کثافت تاریخ، لگن فروش دوست که ناموس یه ملت رو به 50 سن فروخ، یعنی پرچم، ناموس یک ملت تمامیت ارزشه، پرچمشه، تاریخشه، فرهنگشه، این ناموس یه ملت رو به 50 سن فروخ. خاک بر سر هر بیناموسی که با این بیشرف بشینه و گفتگو کنه به هر اسمی که واسه خاطر یه لقمه نون و میکروفون برید به تمرگید تو طویله این شرف ندارید. اگه شرف داشتید میهنتون رو زیر پا نمیذاشتید له کنید که برید به این کثافت بگه درود به شرفت. این مردی که شرف میفهمه یعنی چی؟ طرفداران ترامپ اومدن تو خیابونا دمتون گرم، USA آفرین باریکلا. یه نفر این حرف منو ترجمه کنه برای پرزیدنت ترامپ به دستش برسونه اگر میتونید. من بلد نیستم. میتونید صدا رو ضبط بکنی که یه جوری بفرستید توی چه بدونم به یه طریقی چه بدونم چه جوری. اگر واقعا شرف دارید و میتونید این کارو بکنید بکنید. عرض کردم اگر شرفی باقی مونده و میتونید این کارو بکنید بکنید. آقای رئیس جمهور محترم امریکا، شما چه به کاخ سفید بری چه به کاخ سفید نری، یه اثر تاریخی از خودت به جا گذاشتی، درود به شرفت. شما ایستادی در برابر گلوبالیستای جهان، شما ایستادی در برابر تمام آدم کشای جهان، شما ایستادی در برابر تروریسم اسلامی که جیمی کارتر بنیان گذارش بود، اون بادام فروش بی سواد مذهبی، اون بنیان گذار تروریست نوین، پدر تروریست جیمی کارتر دموکرات بود. شما ایستادید در برابر تروریست نوین، شما اومدید تروریست اسلامی، شما اومدید و امروز پرچمدار مبارزه با تروریسم اسلامی شدید. شما امروز شدید یک دیواری برای تمام مظلومین جهان، برای تمام کسانی که حتی به چشم عیسی مسیح دارن به شما نگاه میکنن و میگن مسیح ظهور کرده. شما امروز پرچمدار صلح و آزادی تو جهان شدید آقای ترامپ، مستر پرزیدنت ترامپ. شما امروز تبدیل شدید به یک انسانی که ایستادی که یک بار دیگه بشریت برگره به دوران صلح، که جهان برگره به دوران آرامش صلح، که یک بار دیگه جهان برگرده به دورانی که بار دیگر این جهان آسایش و امنیت و آرامش رو به خودش ببینه. مستر پرزیدنت ترامپ، در این لحظات حساس همه انسانهای شریف، انسانهایی که شرافت دارن، شعور دارن، عقلشونو، شرفشونو، ناموسشونو، حیثیتشونو به پول نفروختن و هنوز اعتقاد دارن که بشر هنوز میتونه بشر باشه، بشر هنوز میتونه به معنای اون واقعی کلمه بشریت زندگی کنه و همه چی دلار نیست، همه چی روبل نیست، همه چی پوند نیست، همه چی یورو نیست. آقای ترامپ محکم بایستید در برابر تروریست های اسلامی، محکم بایستید در برابر کسانی که به گفته خودتون پولا رو تو واشنگتن دی سی جمع کرده بودن، خانواده کلینتون و خانواده حاج حسین اوباما، و اینا میخوان امریکا رو نابود کنن. اجازه ندید اون بلایی رو که بر سر کشور من، ایران من آوردن، بر سر کشور شما بیارن. شما خودتون میدونید اینا همشون زده امریکا. ارتش امریکا باید امروز شرافتمندانه از رئیس جمهور قانونی خودش، از رئیس جمهور منتخب خودش دفاع بکنه. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا نیست. جو بایدن نماینده گلوبالیست‌ها در جهانه. حزب دموکرات امریکا نماینده دولت انگلیس، این دزدان دریایی در داخل امریکا هستن. اینها اومدن برای نابودی جهان، اینها اومدن برای نابودی صلح، برای نابودی بشریت. مثل همین جریان کرونا که زیر دست خود همینا اومد
که امروز بشریت رو اینطوری اسیر بکنه و بشر رو به این شکل بکشن. آقای ترامپ وظیفه سنگینی تاریخ به روی دوش شما گذاشته. ما میدونیم که شما با جونت بازی میکنی، ما میدونیم که روزی هزاران بار برای شما نقشه میکشن، ترورتون کنن، به یه بلایی سرتون بیارن. ما میدونیم چه عواملی از هند و پاکستان و اینور اونور آوردن که شما رو به قتل برسونن. همه اینا رو میدونیم. اما بیستید آقای ترامپ، شما تاریخ یک وظیفه روز دوشت گذاشته. شما امروز وظیفه داری در برابر کشورت، در برابر ملتت، در برابر ملت‌های جهان، چون شما رهبر جهان رو، رهبریت جهان رو به دست گرفتید. ایالات متحده آمریکا به عنوان کشور ابرقدرت نه فقط مسئولیت کشور خودش و مسئولیت ملت آمریکا رو داره، بلکه مسئول جهانه. با رفتن شما از کاخ سفید آقای ترامپ، تاریخ از شما به نیکی یاد نخواهد کرد. بایستید، به هر طریقی هست در برابر اینا بایستید. در این راه اگه شده جونتون از دست دادید بایستید که نامتون به مانند بزرگان تاریخ در تاریخ بمونه، نامتون به مانند جورج واشنگتن در تاریخ بمونه که ایستا تا استقلال امریکا رو بگیره. آقای ترامپ، مستر پرزیدنت ترامپ، استقلال کشور شما امروز زیر سواله. استقلال کشور شما امروز در معرض متلاشی شدنه. امریکا رو میخوان نابود بکنن. ما ملت ایران تنها ملتی هستیم در جهان که پشت شما ایستادیم، ولی متاسفانه صدای ما به جایی نمیرسه. آقای ترامپ، تمام میهن پرستان جهان، تمام مظلومین جهان چشمشون به شماست. وا ندید، بایستید در برابر گلوبالیستای جهان، بایستید در برابر باند کلینتون، بایستید در برابر حاج حسین اوباما، بایستید در برابر اروپای وحشی، اروپایی که تا دندان مسلحه. همین جمهوری فدرال آلمان سال گذشته سومین فروشنده اسلحه در سراسر جهان بوده. آلمانی که ادعا میکنه میگه ما بعد از جنگ جهانی دوم فقط به دنبال صلحیم. دروغ میگن، دروغ میگن. همشون هنوز که هنوز ضد خارجی هن. ما جانمون در خطره در اروپا، داریم این حرفا رو میزنیم. هممون زیر دوربین وزارت اطلاعاتیم. تمام ترورهایی که در اروپا شد با چراغ سبز دولتهای اروپایی بود، چه در فرانسه، چه در آلمان و چه در جاهای دیگه، چه در اتریش، چه در سوئیس. آقای ترامپ، ملتهای مظلوم جهان چشم امیدشون به شماست. عقب نشینی نکنید تحت هیچ شرایطی. اینها تمام رسانه ها دستشونه. اینها کاری کردن که در تمام دنیا هر چی بگن دنیای متاسفانه زیر سلطه قبول بکنن. اجازه ندید که حقتون خورده بشه. کشور شما داره نابود میشه، متلاشی میشه. در زمان حاج حسین اوباما امریکا ضعیف شد، درب و داغون شد. کلینتون یک ضربه زد. حتی برخی از کسانی که به دروغ خودشون رو به عنوان جمهوری خواه دارن نشون میدن، مثل خانواده بوش که اونها هم دست نشاندن، اونها هم تو این بازی گلوبالیستا هستن. خاندان بوش از تگزاس. چرا؟ چون همشون مال یه فامیلن. به خاطر اینکه مافیای اسلحه، مافیای مواد مخدر، مافیای نفت، مافیای فیلم‌های سکسی در دنیا دست به دست هم دادن که جهان رو به لجن بکشن. کره زمین تبدیل شده به لجنزار و ما انسان‌ها داریم در لجنزار دست پا می‌زنیم. اگر امروز از کره زمین بریم بیرون دیگه اون کره خاکی زیبا رو نمی‌بینیم. اون زیبای آبی زیبا رو نمی‌بینیم. کره ماه، کره زمین رو از دور اگه نگاه کنی تبدیل شده به نجاست بشریت. به نجاست رسیدن کره زمین رو، اینا به نجاست کشیدن. اینا همه‌شون دستشون توی کاسه است. هیچ تفاوتی بین مرکل، بین بوریس جانسون، پوتین، این یکی ماکرون، رهبر چین، نتانیاهو، هیچ تفاوتی بین اینا نیست. اینا همشون دستشون توی یک کاسه است. همشون هدفشون اینه که به هر طریقت شما رو کنار بزنن. اون قدرتی که شما رو 4 سال پیش به کاخ سفید رسون، اون قدرت باید شما رو نگه داره. قدرت خدا بوده، قدرت هر کی بوده، قدرت یک بخشی از میهن پرستان بوده، من نمیدونم کیه، ولی هر کی هست شما رو به قدرت رسوندن. شما خودتونم میدونید که شما رو برای چی به قدرت رسوندن. شما خودتونم میدونید به چه دلیلی به کاخ سفید رفتید. شما خودتونم میدونید وظیفتون تو کاخ سفید چیه. نذارید کاخ سفید مجددا تبدیل به طویله سفید، به مسجد سفید بشه. نذارید مجددا اون کاخ سفید تبدیل بشه به رفت و آمد نمایندگان جمهوری اسلامی و سایر کشورهای تروریستی جهان که در رأسش و ریاستش در دست جمهوری اسلامیه. آقای نتانیاهو، آقای مستر پرزیدنت ترامپ، خیلی راحت بهتون بگم، شما هیچ دوستی در دنیا ندارید به جز همون چند نفری که دورتونن. شما در شرایطی قرار گرفتین که پادشاه عزیز ما محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران زمین، در اون شرایط قرار گرفته بود در 1178. شما تنهایید در دنیا، هیچ کسو ندارید به جز چند تا آدمی که دیگه مورد تایید خودتونه.
مواظب خودتون باشید، اینا بد نقشه‌هایی براتون کشیدن. من امیدوارم یک انسان شرافتمند این حرفای منو ترجمه بکنه به گوش شما برسونه. امیدوارم یه جوری این حرفای من به گوش شما برسونه با همون معنایی که به زبان فارسی که فارسی زبانان گوش کنن میفهمن، با همون معنای انگلیسی به گوش شما برسونن. آقای ترامپ، جهان داره میره به سمت وحشت بزرگ. پادشاه ایران زمین محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران زمین فرمودن بعد از من دنیا با وحشت بزرگ روبرو خواهد شد. دنیا با وحشت بزرگ روبرو شده. آقای ترامپ، شما وظیفه داری که جهان را از این وحشت بزرگ بیرون بیاری. تحت هیچ شرایطی واندی. شما 100% دیروز شدید. اینها با پدر سوخت بازی میخوان شما را تو کاخ سفید بکشن بیرون. نجات بدید بشریت رو، نجات بدید جهان رو. این پیامی بود که من باید به گوش شما میرسوندم. حرف شخصی خودم بود، حرف دل خودم بود. این حرف من هیچ ربطی به مرام سیاسی من نداره، چون ما به عنوان یک میهن‌پرست منتظر کمک هیچ کس نیستیم. آقای ترامپ، من راحت بهتون بگم، شما همین امروز برید تو کاخ سفید، فردا با علی خامنه‌ای هم ملاقات بکنید، برای من هیچ جای تعجبی نیست، چون شما یه سیاستمداری و سیاست چیز کثیفیه. اما در این لحظات این انسانی که من دارم میبینم، این آدمی که به اسم پرزیدنت ترامپ دارم میبینم، این آدم نجات دهنده بشریته. یعنی امیدوارم که از راه خودتون منحرف نشین، به شرط چاقو نبرنتون توی کاخ سفید که به این شرط میذاریم بری که دست از سر برجام برداری و با جمهوری اسلامی لاس بزنیم. اون به خودتون ربط داره. اما آنچه که مسلمه، شما اگر همین مسیری رو که در این 4 سال رفتید، اگر شرافتمندانه این مسیر رو برید، بشریت رو نجات دادید. اگر شما میخوان برید تو کاخ سفید بشید مثل جورج بوش و بشید مثل ریگان و مثل این و اون، خب هیچی دیگه، بس ما این یه رو بم بی خود انرژی مصرف کردیم. امیدوارم همین انسان شریفی که داری خودتو نشون میدی مثل پرزیدنت ترامپ، همین انسان شریف باشی. امیدوارم، چون کسی که دنبال مادیات نره، دنبال پول نره، میتونه انسان شریفی باشه. و شما ثابت کردی که از ماهی نمیدونم 1,000,000 دلار، نمیدونم چقدر حقوق ریاست جمهوری، چش پوشیدی. این نشون میده که حداقل تو این بخش انسان چش مدل سیری هستی، چون خود بنز کافی پول داری. کمک بکنید بشریتو. آقای ترامپ، پایان بدید به 40 سال نسل کشی، 40 سال انسان کشی، 40 سال انسان سوزی، 40 سال چپ جهان داره جهان رو میچاپه، جهان رو چپاول میکنه، غارت میکنه، تمام منابع ملی خاورمیانه رو دزدیدن، همه رو تبدیل به اسلحه کردن، همه رو تبدیل به مواد مخدر کردن. کمک کنید بشریت رو. یک انسان بالاخره روی این کره زمین باید بلند شه و بشریت رو کمک کنه. هزاران هزار انسان در سراسر جهان، برید ببینید توی توییتر، برید توی اینستاگرام، توی فیسبوک ببینید، هزاران انسان بی پناه در جهان شما رو دارن به اسم مسیح ناجی بشریت دارن میبینن. دیگه خود دانید، ما شما رو میسپاریم به وجدان و شرف خودتون. ولی یه چیزی رو بگم، یه عکسی برای من اومد که وقتی آقای ترامپ داشته میدیده که مردم اینطوری براش تظاهرات میکنن، اشکی روی گونه هاش نشسته بود. من وقتی این عکس رو دیدم 5-6 دقیقه همینطوری خیره شده بودم، چشمم روی این عکس بود و اون لحظه رو یادم افتاد که خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ ایران منو داشت ترک میکرد، ایران ما رو داشت ترک میکرد و گونه هاش خیس شد. شاهنشاه برای جهان گریست، او برای جهانی گریست که میدونست بعد از رفتنش وحشت بزرگ در راه هست و وحشت بزرگ در راه بود و دیدیم که بشریت به چه روزی افتاد. امیدوارم که آقای ترامپ جهان رو نجات بدید، حداقل ملت خودتون رو نجات بدید. ما احتیاجی به کمک شما نداریم، ما هم خدایی داریم. ما ایرانیان همیشه در طول تاریخمون یک نادری پیدا شده، یک رضاشاهی پیدا شده که نجاتمون بده. ولی به فکر کشور خودتون باشید. من برای کشور خودم نیومدم به شما التماس بکنم تو رو خدا بمون تو کاخ سفید، منو برگردون ایران، اصلا و ابدا، چون من هیچ انتظاری از کمک شماها ندارم، چون هیچ اعتمادی به خارجی ها ندارم. خیلی راحت بهتون بگم، کشورت داره نابود میشه. دلت واسه کشور خودت بسوزه، دلت واسه ملت خودت بسوزه، دیگه خود دانی. کشوری که اینقدر ازش حرف میزنی و اینقدر ازش دم میزنی. جناب مهندس، خواهش میکنم به خاطر جریان آبان ماهی که بچه ها ایستادن در برابر گلوله های دشخیمان علی خامنه ای، علی شیره ای، بزرگ کثافت تاریخ، روان همشون شاد، روان تمام بچه هایی که در آبان ماه پارسال
سینه هاشون آماج گلوله های دشخیمان علی خامنه ای رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی شد، روان همتون شاد، یاد همتون گرامی. ما هیچ وقت شماها رو فراموش نمیکنیم. شما قهرمانان ملی ایران هستید. شما ایستادید تو خیابونا و فریاد زدید زنده باد مشروطیت، پاینده باد ایران و جاوید شاه. شما به خاطر مشروطیت، به خاطر آزادی ایران، به خاطر بازگشت مشروطیت به ایران تکه مپاره شدید، به قتل رسیدید قهرمانانه، که حالا اومدن خون شماها رو بدزدن. کی؟ یه چلخوز دوزاری به اسم معصوم قومی، کثافت آشغال، نماینده جمهوری اسلامی در خارج از کشور، خودش و سایر اراذل اوباش. روان همتون شاد، یاد همتون گرامی. من با افتخار به عنوان یک ایرانی سر تعظیم در برابر پیکر پاک همه شما سربازان آریایی، سربازان ایران زمین پایین میارم. روانتون شاد، یادتون گرامی. مطمئن باشید، مطمئن باشید، من از طرف خودم و همه کسانی که مثل من فکر میکنن عشق به ایران دارن، عشق به مشروطیت دارن، عاشق پهلوی هستن، بهتون قول شرف میدیم اگر زنده بمونیم انتقام خون تک تکتون رو از کسانی که خونتون رو به روی زمین های اون مملکت، از شیراز تا تهران، از اصفهان تا اهواز و آبادان، از همدان و کرمانشاه تا تبریز و مشهد، از سراسر گیلان و مازندران و کردستان تا لرستان تا زاهدان تا سیستان و بلوچستان تا بوشهر تا هرمزگان تا چهارمحال بختیاری تا همه جای ایران انتقام خون همتون رو خواهیم گرفت. مطمئن مطمئن باشید، بهتون قول شرف میدیم. روانتون شاد. به بازماندگانتون نمیگم تسلیت میگیم، ولی نمیگم هم تبریک میگیم. ما رو در غم خودتون شریک بدونید، مادران داغدار، پدران داغدار، ما رو در غم خودتون شریک بدونید. به همتون قول میدیم که نمیذاریم خون عزیزانتون پایمال بشه، قول شرف به همتون میدیم. روان همه انسانهای آزاده، روان همه میهن پرستان و جانباختگان میهن، روان همشون شاد، یاد همشون گرامی. از عمرای ارتش شاهنشاهی ایران که به دستور آن بیمار روانی بزرگ روانکاران روح الله الموسوی الخمینی در اون پشت بام اون مدرسه به جوخهای اعدام سازمان تروریستی مجاهدین فرقه رجوی و چریکهای فدای خلق روسیه با کمک مصدقی های ایران بر باده رسیدن، تا امروز تا این فرزندان، ایران فرزندان خودش رو فراموش نخواهد کرد. ما ایرانمون رو پس میگیریم بدون کوچکترین شک و تردیدی. ما ایران را پس میگیریم برای وجب به وجب خاک و مملکت. هزاران هزار سرباز گمنام خونشون رو دادن تا ایران بمونه، تا پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران بمونه، تا تمامیت ارضی کشور ما حفظ بشه، تا زبان پارسی به عنوان زبان مشترک در اون کشور باعث عامل وحدت و یگانگی ایران باشه. به خون همشون سوگن یاد میکنیم که انتقام خون همشون رو خواهیم گرفت. ما اجازه نمیدیم که دولت این غرب به ریاست انگلیس، این دشمن سنتی و قسم خورده پهلویسم و ایران و ایرانی و روسیه و سایر اراذل اوباشی که به نام دروغین حقوق بشر یک مشت تروریست رو بر کشور من حاکم کردن، ما اجازه نمیدیم که شماها در طویله شماره ده یا در کرملین یا در هر ناکجا آباد دیگری برای ما تسلیم بگیریم. ما ایستادیم تا پهلویسم را با قدرت به کشور آریاییمون برگردونیم و این کار رو خواهیم کرد. به شرف سربازیمون سوگن این کار رو خواهیم کرد. اگر یک روز به عمرمون باقی مونده باشه، ما پهلویسم رو به ایران برمیگردونیم. مطمئن باشید که این نسل این کار رو خواهد کرد. ما اجازه نمیدیم که اپوزیسیون ساختگی و دروغین جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحت عناوین دروغین آزادی خواه و دموکرات و چه و چه و چه برای ملت بزرگ ایران، ملت به گروگان گرفته شده ایران تسلیم بگیرن. ما در برابر همتون نیستیم و پی همه چیشان به تنمون مالیدیم. هر چی دلتون میخواد تهدید کنید، فحاشی کنید، تا میتونید به ما حمله کنید، هر حمله ای که از طرف شما به طرف ما باشه، ما قوی تر میشیم، محکم تر میشیم، بیشتر متوجه میشیم که حق با ماست و تا زمانی که حقمون از حلقومتون بیرون نکشیم، محال ممکن عقب بشینیم. میهن پرستی اینیه که من دارم بهتون میگم، مبارزه اینیه که من دارم بهتون میگم. ملت ایران، در برابر دشمنتون سر تعظیم فرود نیارید. با هر وسیله‌ای که حمله کردن با همون وسیله جوابشون رو بدین. زدنتون بزنیدشون، دیگه بهشون رحم نکنید. برای بازپسگیری کشورمان دیگه نباید به دشمنانمون رحم بکنید. بایستید در برابر فرقه تبهکاران،
بایستید در برابر دشمنان ایران، بایستید و مطمئن باشید پیروزی از آن ملتی است که ایستاده بمیرد به مانند درختان. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون شماره 9 و 10 رو لطف و محبت بفرمایید. شماره 9 و 10 رو با هم نگاه میکنیم به یاد قهرمانان ملی ایران، تمام جان باختگانی که ایستادن در خیابان‌های آن مملکت و فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، رضا رضا پهلوی. این از شعار ملی، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. پهلوی کجایی؟ به داد ما بیایی. به یاد همه اون عزیزان به پا بخیزید و ادای احترام بکنید به این نوجوانان و جوانان، به این دختران و پسران سلحشوری که خونشون تو خیابونا ریخت اما گردن خم نکردن، سر خم نکردن در برابر دیکتاتور و در برابر استبداد نعلین و استبداد روس و انگلیس. جناب مهندس خواهش می‌کنم حضورتون. Oh.
سپاس از شما جناب مهندس یواشکی گرامی. شمعی روشن کنید بچه ها به یاد همه این نوجوانان و جوانان، این دختران و پسران، این عزیزان وطن، این عاشقان ایران آریایی، این عزیزانی که سال گذشته همین موقع ها شبا وقتی می رفتن خونه پدر و مادر فرزنداشون رو می دیدن، ولی یه روز از خونه رفتن بیرون و دیگه برنگشتن به خاطر اینکه اومده بودن ایران رو آزاد کنن، اومده بودن آزادی به ما بدن. اینها صف اول بودن، اینها کسانی بودن که فقط نرفته بودن بیرون عکس بگیرن، نرفته بودن ببینن چه خبره، اینها اومده بودن حماسه بیافرینن، حماسه ساز بودن. اینها کسانی بودن که به من پرمدعا، به من پررو و پرمدعا درس میهن پرستی یاد بدن، اومده بودن به من یاد بدن که با کت و شلوار و کراوات نمیشه ایران آزاد کرد، با روبروی دوربین نشستن نمیشه ایران آزاد کرد، با حرف و کنگره و جلسه و کنفرانس و دعوت از شهریار آهی و اون ور خیابون و این ور خیابون نمیشه ایران آزاد کرد. ایرانو باید تو خیابونا اومد و آزاد کرد و به من درس دادن، به من درس دادن که رضا احمدی نرو زیر پتو، نترس، بیا و بگو که دولت اسرائیل هم داره به ملت ایران خیانت میکنه، نترس از موساد، نترس از این که میخواد بکشنت، بذار بکشنت. مگه شهریار شفیق رو نکشتن؟ مگه تیمسار اویسی رو نکشتن؟ نترس. به من این درس رو دادن، به من این درس رو دادن که حتی اگر جیگر نداری، جرأت نداری بیای تو خیابونا، رضا احمدی جلو دوربینا با شرافت حرف بزن، حرمت این دوربینو نگه دار، حرمت این میکروفونو نگه دار، شرف داشته باش رضا احمدی و بیا به ملتت بگو که احمدی نژاد دست پرورده اسرائیل بود. بیا و بگو که منشه امیر 20 ساله چه بلایی سر ملت ایران آورده، این چپ آشغال. بیا نترس، بذار صداتو قطع کنن، بذار تصویرتو قطع کنن، بذار سیاد کنن، ولی بگذار برای یک بارم که شده حرمت ها رو بشکنیم جلوی این دوربینا، پرده دری بکنیم. یا به دیگران نشون بده که آدم میتونه کراوات بزنه اما حتما نباید ترسو باشه، آدم میتونه جلو دوربین بشینه اما نباید ریقو باشه، باید شرف داشته باشه. وقتی دهن باز میکنیم که من سربازم، نشون بده که سربازه، نشون بده که لیاقت اون مدال هایی که به تو داده شد، لیاقت اون مدال ها رو داری. یا نشون بده که پدر تو یه نظامی بوده و سر سفره نان محمد رضا شاهی خدا بیامرز رو سفره گذاشته. رضا احمدی میخوای چند سال زندگی کنی؟ چند سال؟ 80 سال؟ 90 سال؟ چقدر برای خودت حد زدی؟ چقدر؟ حداقل مثل انسان زندگی کن، آدم باش، از هیچ کس نترس، نه از موساد، نه از اینتلیجنس سرویس، نه از MI6، MI5، MI1، MI3، MI زهرمار، نه از طویله شماره 10، نه از سازمان اطلاعات امنیت آلمان، نترس. بذار همین امشب با یه گلوله بزنن تمومت کنن. ولی میدونی چی کار میکنی؟ باعث میشی که هزاران جوون بیدار بشه، بگن دمش کرد اومد جلو دوربین حرفش رو زد، دمش کرد اومد گفت مرگ بر جمهوری اسلامی، اومد گفت جاوید شاه، اومد گفت زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، اومد گفت خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، بالاخره یکی اومد که از خدای ایران به درستی نام ببره. اومد و 3 سال عکس پادشاه قانونی کشورش رو گذاشت و با تمام تهمت‌هایی که بهش زدن ولی ایستاد و ثابت کرد که زبان مبارزه اینیه که من دارم بهتون میگم، و ثابت کرد میهن پرستی اینیه که من دارم بهتون میگم،
و ثابت کرد که میشه در خارج از کشور سالها زندگی کرد، اما میشه نامرد نبود، میشه بی شرف نبود، میشه ترسو نبود، میشه پس فطرت نبود، میشه پاسپورت جمهوری اسلامی تو خونه نداشت، میشه ایستاد و گفت خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، میشه روپات بمونی و بگی تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، میشه گرسنگی رو تحمل بکنی اما نوکر بیگانه نشی، میشه در برابر تمام سفارش هایی که از چپ و راست برات میاد چشمتو رو هم بذاری. آره باید به عنوان یه میهن پرست چشمتو رو همه چی بذاری، هوس نکنی، هوس هیچی رو نکنی، نه هوس ماشین زیبا، نه هوس لباس زیبا، نه هوس هتل های زیبا، نه هوس مسافرت های زیبا، نه هوس زن زیبا، نه هوس هیچ چیز زیبایی. زیبا فقط آزادیه، هیچ چیزی زیباتر از آزادی نیست، هیچ چیزی زیباتر از آزادی نیست. با تو آسان میشد از دست سیاهی ها گریخ، رو به سوی ظلمت شبهای بی فردا گریخ، بی تو ای آزادی ای والا کلام، گر نباشی در میان باید که از دنیا گریخ. برای آزادی به پا بخیزید، به پا بخیزید و فریاد بزنید یا مرگ یا آزادی، به پا بخیزید و فریاد بزنید زنده باد مشروطیت، همینطور که ستارخان گفت، همینطور که باقرخان گفت، همینطور که تمام سران مشروطیت، تمام بزرگان مشروطیت از لرستان تا گیلان فریاد زدن زنده باد مشروطیت، پاینده باد ایران، پاینده باد ایران، زنده باد قانون. به پا بخیزید ای ملت با غیرت، به پا بخیزید ای ملت سلحشور. اجازه ندید که یک مش بی هویتی که تا دیروز تاریخ در جنگل ها کرم میخوردن، به جای پوشیدن لباس برگ به خودشون آویزون میکردن، حالا امروز بیان و به نام دروغین دموکراسی مجسمه ایفل بزنن و مجسمه آزادی بزنن و برج کفتر تو برلین بزنن و بگن که تمام وقت دنیا، تایم دنیا، زمان دنیا فقط با ساعت لندن باید تنظیم بشه. نه، ما باید ثابت کنیم، ما باید ثابت کنیم که تفاوت بسیار 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 بزرگی داریم با آلت روم، با روم های قدیم، با روم باستان، با یونانی ها، با مصری ها، با یمنی ها، با حبشه‌ای ها، با هندی ها، با چینی ها. ما باید ثابت کنیم که تمدن از ایران متولد شده، ما باید ثابت کنیم که اون کشور دارای تاریخ و تمدنی است که جهان باید در برابرش سر تعظیم فرود بیاره، ما باید ثابت بکنیم که روزی روزگاری در این جهان ما نخستین امپراتوری بی بدیل جهان بودیم، ما باید ثابت بکنیم که فرزندان خلفی در اون کشور به مانند کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، خشایارشاه بزرگ، اشکان، اورد و سایر بزرگان در اون کشور عزیز آریایی ما متولد شدن و به بشریت خدمت کردن. ما باید ثابت بکنیم که براستی نوادگان اون بزرگانیم، ما باید ثابت بکنیم که چگونه چریک های ایرانی، آن سربازان گمنام، در برابر حمله تازیان، در برابر حمله تیمور، حمله مغول، حمله اسکندر، حمله عثمان ها، حمله انگلیس ها، حمله روس ها و سایر قبایل وحشی و نیمه وحشی، چریکای ایرانی ایستادن. ما باید ثابت بکنیم که چگونه رضا شاه بزرگ، آن سردار بزرگ ملی، آن سرباز بینام، سرباز گمنام، چگونه اومد و از سربازی به سرداری و به پادشاهی ایران رسید. ما باید ثابت بکنیم که چگونه آریامهر بزرگ، آن جوان بی تجربه 22 ساله، ایستاد در برابر متفقین و 37 سال بعد کشوری رو در جهان به نمایش جهانیان گذاشت که دنیا در برابر عظمت تاریخ شاهنشاهی ایران سر تعظیم فرود آورد. بس دیگه سمینار، بس دیگه تو دنیاهای مجازی نشستن، بس دیگه حرف زدن. خجالت بکشیم از این بچه‌هایی که اومدن تو خیابونا، بچه‌هایی که 20 سال، 25 سال، 28 سال، 30 سال هزار یک امید و آرزو داشتن، هنوز یک فصل بزرگ جلوی زندگیشون بود، ولی رفتن کشتنشون تا ایران بمونه. بس دیگه نشستن. بلند شید ای ملت با غیرت، بلند بشید و تکلیف ایران رو روشن کنید، منتظر هیچ کس نباشید. به خدای ایران سوگند، به پروردگار ایران سوگند، به همان اهورامزدا سوگن که هیچ کس دلش به حال ایران نمی سوزه. از چپ چپ تا راست راست، از اورشلیم تا لندن، از واشنگتن تا مسکو، از پاریس تا پکن، از برلین تا توکیو، همه خواهان نابودی ایران و ایرانی هستن. همه دنیا چاقو برداشتن که سر ایران آریایی رو ببرن، هیچ کس به فکر ما نیست. تمام دعواها سر مال دنیاست، تمام دعواها دعواهای خانوادگی خودشونه.
هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه. تمام قهرمانان ملی ما رو همینا کشتن. لیست سران ارتش شاهنشاهی ایران رو اینا به دست خمینی آن بیمار روانی بزرگ لواطکاران دادن. اینها به خمینی گفتن برو ایران رو ویران کن. اینها به خمینی گفتن برو کشور ایران رو ویران کن. ملت ایران رو به رگبار مسلسل ها ببر. اینها 41 سال پشت سر خمینی ایستادن. همین چشم آبی ها، همین موبورها. اینها دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی هستن. نگاه نکنید که جلوی دوربین تلویزیون ها میان و به دروغ میگن ملت بزرگ ایران عید شما مبارک. دروغ میگن. همشون دروغگون، همشون شیادن، همشون کلاهبردارن. هیچ کدوم اینا بوی از انسانیت نبردن. اینها از لحظه‌ای که سوگند یاد میکنن که به کشورشون برسن، همه قول و قرارهای پشت پرده و تمام مسائل تاریخی رو زیر پا میگذارن. اینها براشون مهم نیست که 2500 سال پیش ملت بزرگ ایران به پادشاهی کوروش بزرگ قوم یهود رو از زندان بابلیان نجات. و 7 سال حکومت کرد و در دوران حکومتش حتی صدای یک تیر در خاورمیانه شلیک نشد و هر از چنگای یاسر عرفات علم می‌کردند که در اون منطقه شیطنت بکنه که نشون بدن منطقه در ناامنیه، در حالی که خودشون هم میدونن و میدونستن و میدونن که یاسر عرفات عامل خودشون بود. یاسر عرفات یک بازی بود، ابو عمار او یک بازی بود، همینطور که اخوان المسلمین یک بازیه. هست دیگه ملت، یاد بگیرید از مردم مصر. مردم مصر با دست خالی اومدن 15 روز تو خیابونا ایستادن تا اجازه ندن کشورشون تبدیل بشه به جمهوری اسلامی. ما خیلی از مصری ها سرتریم. اگر از نظر تاریخی پیرتر از مصر نیستیم، از نظر تمدن و از خیلی مسائل دیگه ما از مصری ها جلوییم. فراموش نکنیم این ایرانیان بودن که مصر را فتح کردن، نه مصریان. فراموش نکنیم که آثار تاریخ شاهنشاهی ایران و ارتش شاهنشاهی ایران هنوز در جای صحرای لیبی، در مصر، در مراکش و تونس هنوز نمایانه. فراموش نکنید چه ملتی بودی. نباید اجازه بدیم که ملت بزرگ ایران امروز در سطل آشغال‌ها غذا بخوره. نباید اجازه بدیم که بچه ایرانی امروز در کپرها بره درس بخونه. نباید اجازه بدیم که امروز به دلیل هجوم یک ویروسی که شرق این ویروس رو درست کرد با کمک غرب، امروز روزی 1000 ایرانی در ایران کشته بشه. بس دیگه اینقدر بی‌تفاوتی، بس دیگه اینقدر بی‌غیرتی، بس دیگه اینقدر نشستن، بس دیگه اینقدر روزه این اراذل و اوباشو گوش کردن. به شرافت بشری سوگند، این اپوزیسیون دستساز در خارج از کشور دقیقاً به مانند یک هواپیمای قراضه است که بر روی باند فرودگاه نشسته که نه هیچ هواپیمایی میتونه بشینه با وجود این هواپیمای قراضه و نه هیچ هواپیمایی میتونه بلند شه. اینها نقش یک هواپیمای قراضه رو دارن روی این باند بازی میکنن، همشون بدون استثنا، از لندن تا لجنجلس. اینا هیچ کدومشون دل به حال ایران نسوزوندن. کدومشون دل به حال ایران سوزوندن؟ نام یکی از این اراذل اوباشو برای من بیارید. کدومشون؟ عباس چاخان، اسمال بزاز، لجن فروش دوز، محمد راهزن، کدومشون؟ این علی منقلی، اون یکی علی ساربون، کدومشون دل به حال ایران سوزوندن؟ همشون نشستن دارن براتون شعر و ترانه میگن. اینا همشون دزدن، همشون مزدورن، همشون فقط با عوامل جمهوری اسلامی گفتگو میکنن. هر از چندگاهی هم یکی دوتا بچه‌ای رو به اصطلاح مشروطه خواه میکشن اونجا که ایزگون بکنن. چهار تا انسان عقده‌ای که عقده دوربین و میکروفون کشتتشون که فقط مطرح بشن که فلانی منو دعوت کرده بنام جو صحبت کنم. خاک بر اون سر بی غیرتتون کنن که 2500 سال کشور ایران رو که خون این بچه‌ها رو فروختید به یه دوربین و به یه مصاحبه یک ساعته، اونم با کی؟ با یک تنلش بی سوادی که دیپلم هم نداره. بس کنید دیگه ملت، بس کنید. زبان مبارزه، هزار بار بهتون گفتم بازم بهتون میگم، زبان مبارزه اینیه که من دارم بهتون میگم. زبان مبارزه غیر از این نیست. دروغ دارم بهتون میگم. باز هم میگم اینها مثل هواپیمای قراضه‌ای میمونن که روی باند فرودگاه نشستن، نه هواپیماهای دیگری میتونن پرواز کنن، نه هواپیمایی میتونه بشینه. اینها باعث شدن که بین میهن پرستان واقعی و اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم، پادشاه قانونی کشور ما، چنین تفرقه‌ای بیفته، چنین شکاف عظیمی بیفته. وگرنه چرا رضا پهلوی وارث تاج و تخت با علم به این مسئله که میدونن فرزندان نظامی بنا به وصیت خدای ایران آریامهر بزرگ که فرمودن من ولیعهد جوان را به ایزد متعال و به ملت بزرگ ایران میسپارم، این آخرین اراده من است و بنا به وصیت خدای ایران ما ایستادیم تا پادشاه کشورمون رو به کشور برگردونیم، چرا علی‌الحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم در طول این سالها
هیچگاه به صورت جدی با میهن پرستان وارد مذاکره و مصاحبه نشدن و وارد گفتگو نشدن. چرا؟ چرا فقط باید دوربر علازه سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم، خدای کنونی ایران، کوروش زمان، این مرد بی‌بدیل تاریخ سیاسی جهان، چرا باید دوربر ایشون داریوش فروهر باشه، شهریار آهی باشه، یارون رامین پرگار باشه و سایر اعرازل اوباش؟ چرا دوربر ایشون نباید یکی از میهن پرستان باشه؟ به دلیل اینکه اینا فقط رفتن گفتن طرفدار شما فحاشن، طرفدار شما چاقو کشن، طرفدار شما الان، طرفدار شما ما بعد ایران میگن. صداهای ما رو ضبط کردن، اونا که مورد نظرشون بود بردن برای اعلیحضرت گذاشتن و اعلیحضرت مجبور شدن که از ما دوری بکنن. دوری کردن اعلیحضرت از میهن پرستان واقعی باعث شد که امروز کشور من در ته دره فاجعه‌ای به نام انقلاب اسلامی باشه. شورشی که توسط همین چشمابیا را افتاد. ملت داستان زیاده، آسان خیلی زیاده. ما میهن پرستان دلمون خونه. چقدر دیگه ساکت بشینیم؟ چقدر دیگه شاهد این همه بدبختی باشیم؟ جناب مهندس لطف ما باید بفرمایید شماره 11 رو پخش کنید. اصلا دیگه خط رد کنید، خطوط قرمزو. سپاس از شما جناب مهندس هاش ایرانی، لطف موعد کرد. باری کلا بچه‌ها، شعار نویسی‌ها رو ادامه بدین، اسکناس نویسی‌ها رو ادامه بدین، شعار نویسی‌ها رو بیشتر بکنید. خیلی عکس برام اومده، همه رو سر فرصت پخش می‌کنم. بچه‌هایی که نقاشی فرستادید، عزیزان من، نقاشی‌هاتون رو ببخشید. امروز فرصت نکرد، واقعا نتونستم. نقاشی رو جمع جورش می‌کنم، پخش می‌کنم. حالا یا چهارشنبه یا جمعه دو سه بارم پخش می‌کنم که حتما نگاه کنید. خیلی هم نقاشیاتون قشنگه، بازم بفرستید. دختر خانومی هم از هلند فرستاده، باریکالله باریکالله، نقاشی بفرستید تا پخش کنه. تا جناب مهندس یه سرود شاهنشاهی آزار آماده بکنم، من اسامی خانم و آقایونی که لطف موعد کردن اسامی رو بگم، بیایم و ادامه کارمون رو بدیم. سرکار آقای شریفی و بانو، جناب آقای شریفی و بانو، $30. سپاس از شما جناب آقای شریفی و سرکار بانو. آقا فرشید گل از آلمان €10، دست درد کن آقا فرشید گل. پدر الی از اسرائیل، خیلی دمت گرم، درود به شرفت، خیلی دوست دارم بدونم شما کی هستی.
پدر الی از اسرائیل، 300 دلار با جاوید شاه. زنده باشی، درود به شرفت، خیلی لطف کردی، خیلی ازت ممنونم. پدر الی عزیز از اسرائیل 300 دلار، دست درد نکنه. بعد جناب سرهنگ وزین، استاد عزیز، افسر وطن پرست، شاه پرست، جزو نادر نظامیانی که هنوز شرافتمندانه ایستاده، نادر نظامیانی که واقعا. جناب سرهنگ وزین، سازمان سرباز، لطف محبت کردن 1000 دلار. از شما درد نکن جناب سرهنگ، لطف محبت کردی. جناب مهندس، اگه سرود حاضر آماده است لطف کنید آبی بنوشم بیام در خدمت. سپاس جناب مهندس یواش گرامی، لطف محبت کردی. این سرودی که آدم گوش میکنه همچین هم آروم میشه، هم این که اون عرق خفته میهن پرستی رو یک بار دیگه در آدم روشن میکنه. وقت جوان مملکت من بره بشینه سمفونی فلان فلون شده یه روسی رو گوش کنه و عشق بریزه برای مرگ لنین، جوان مملکت من بره کلاه چریکی بذاره رو سرش، یه ستاره هم بده بدوزن خیاط سر محلشون، قرمز بچسبونه چپکی روی سرش، بعد بیاد بیرون. جوان دیگه هی یه جور خودشو نشون بده که نگاه کنید من کمونیستم، یه سیبیل موش دم موشی هم بذاره که بگه من چه گوارام، و احمق ندونه که تمام هیکل چه گوارا و رفیقاش و فیدل کاسترو و تمام این اراذل و اوباش نوک کفش بابک هم نمیشن، واقعا نمیشن یه تنه در برابر خلفای عرب ایستا. چه گوارا با اون همه سلاح و اون همه لاشخوری که دور خود جمع کرد آخر تو کوها گرفتن زدن دک و پوتش یکی کردن، اون همه نارنجایی که با خوش آوردن شب 6 تا نارنجک زیر سرش میذاش میخوابه. وقتی میخوان یه ملت رو نابود کنی اینجوری نابودش کن، اینطوری نابودش کن که گیتار رو بدی به دست جوونش
بگی بیاید بگی گنجشکه که اشی مشی لب بوم ما نشین، بعد اسفندیار منفجر زاده که به امید خدا به زودی منفجر میشه با اون هیکل لجنش، عباس سیرابی خورده مردی که با عرق کوف کرده، بیاد بشینه بگه یک خانه فرهنگی درست کنیم برای فرهاد، مردشون رو قیافه خودت و اون فرهاد رو ببرن، کسافت آشغال مردی که یه بیشرف. اگه شرف داشتید که نوکر چپ نمیشدید، کسی که چپی باشه یعنی نوکره، یعنی نوکره، یعنی از خودش هویت ملی نداره. کسی میره چپ میشه که اهل کشور کنگو باشه، اهل اوگاندا باشه، مال بورکینافاسو باشه، مال موزامبیک باشه که کلاشنیکوف بدن دست جوان بدبختش. کسی میره کمونیست میشه که هویت ملی نداشته باشه. من هویت ملی دارم برم کمونیست بشم؟ من هویت ملی دارم برم ماویست بشم؟ من هویت ملی دارم برم دنبال اسمای دروغکی برم کمونیست بشم ماویست بشم و سایر اسما؟ چرا پهلویست نشم؟ ها؟ برم نازیسم بشم؟ برم رازیسم بشم؟ چرا؟ در حالی که خودم ده ها اسم در ایران داشتم و دارم که به جهان صادرش کردن، مثل میترائیسم، مثل جریان‌های دیگری که در دوران پیش از شورش، پیش از حمله تازیان بوده. چون فرهنگ نداشتید، هویت فرهنگی نداشتید، چون پسمانده اید، پسمانده استالین، پسمانده تجاوز استالین هستید، مثل سید جعفر پیشوری خائن، مثل اون کسافت اون آخوند قاضی محمد، مثل میرزا کوچک خان انگلی، مثل شیخ خزر، همه تون تجاوزی بودید. انسانی که هویت ملی داشته باشه میره دنبال این اسما؟ من رضا شاه بزرگ رو ول کنم برم بشم نوکر استالین؟ من شاهنشاه آریامن رو ولش کنم بهش فکر نکنم بگم خائن بوده کودتا چی بده، بعد برم زیر علم برژنف و نمیدونم آندره گرومیکوف و بقیه آندروپوف و آندروپوف برم سینه بزنم؟ چرا؟ چرا نباید به پادشاهان خودم احترام بگذارم؟ چرا نباید با ادب و احترام با پادشاهان خودم صحبت کنم؟ چرا نباید وقتی پادشاه کشورم رو میبینم با احترام دلا بشم و دست پادشاه کشورم رو ببوسم؟ چرا؟ چرا باید لگن فروش دوز بیاد و به دروغ به شما بگه دست بوسی دروغه و خود بیشرفش تو مصر تا کمر خم بشه واسه چابلوسی دست اولی حضرت ببوسه؟ مردی که یه دروغگوی شالاتان، پدر پدر سوختتون رو در میارم. گفتم بهتون که تک و تنها جلوتون وایستادم، یک و پوز براتون نمیذارم. بیشرفای دروغگو، همه تون نوکری، همه تون رفتید به حزب دموکرات رای دادید، همه تون رفتید به قاتلین ملت ایران رای دادید، مثل این شهره آشغالو و اون شوهر بیغیرتش هوشنگ تنلش و سایر تنلش هایی که جلو دوربینا میان میشینن، همین لگن فروش دوست و زنش که عامل جمهوری اسلامی به اسم خانم دکتر بهتون تحمیلش کردن که شش کلاس سوادم نداره. اصل دیگه انقدر نزنید به شعورتون تجاوز بشه. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید اون عکس‌ها رو 1 تا 8 و ممنونتونم. عکس‌ها رو نگاه کنید ببینید چه بدبختی، چه بلایی به سرمون اومده. ملتی که هویت ملی خودش رو فراموش بکنه همین آشا همین کاسه است. همین بلاها باید سرمون بیاد. ملتی که بیاد تو خیابون بگه تا شاه کفن نشود آن وطن وطن نشود، روح منی خمینی بت‌شکن خمینی، اینه که باید بچه‌مون تو سد آشغال غذا بخوره که 40 ساله به دختر بچه ها و پسر بچه ها ایرانی تجاوز بشه، به ده ها دختر و پسر ایرانی تجاوز بشه تو زندان ها. حالا جناب مهندس عکس رو نشون بده. ما حقمونه، ما حقمونه، ما خانه بدوشیم، ما خانه بدوشیم، ما بدبختیم، ما یه مش ملت بدبختی هستیم. چرا؟ به خاطر هویت ملی خودمون رو فراموش کردیم. نگاه کنید، آغاز بدبختی جهان، این آغاز بدبختی جهانه. پیروزی حیرت انگیز کارتر، آبان ماه 2535 شاهنشاهی، نوامبر 1776، اون پایین رو نگاه کنید، وسط روزنامه اطلاعات، تیراندازی به دیپلمات ایرانی در پاریس، هنوز مردی که نیامده شروع کردن ایرانی ها رو کشتن، حمله کردن به سفیر دولت شاهنشاهی ایران و به رگبار بستن، که اینطور که تا اونجا که من یادمه کم مونده بود شاهتخت اشرف پهلوی هم در این ماجرا
ترور بشه. بله جناب مهندس دومی رو لطف بفرمایید، ممنونتونم. این آغاز بدبختی بود. بفرمایید خانم آقایون. دکتر منوچهر رزمارا خودشون با افتخار گذاشتن تو توییتشون نوفل لوشاتو 12 بهمن 57 یکی از شاگرد پادوهای مصدق که هنوز نشسته و میگه کارنامه شاه درخشان نبود. آقای رزمارا من با شما 3 مصاحبه داشتم، کارنامه‌تون خیلی درخشانه، سپاسگزاریم از اینکه خودتون کارنامه درخشانتون رو به رخ ما کشیدین و نشون دادی. باید هم دولا بشین، چرا نه؟ اون احمق هم که پای سرش اونم مصدقیه، چرا نه؟ چون رهبرتون محمد مصدق السلطنه آن خائن خبیث کودتاچی نوکر بود، نوکر بی پی بود، همتون نوکر بودید، همتون نوکر شرکت‌های نفتی بودی. معلومه که باید دکتر دانشگاه رفته، دکترا گرفته، این دروغ نیست، این دکترا داره. منوچهر رزمارا وزیر بهداری بختیار بود، در برابر یه آخوند روزخون تعظیم کرده ولی حاضر نبودن در برابر پادشاه کشور تعظیم بکنن و با کمال پررویی تو چش پادشاه نگاه کردن دست دادن. خلایق اون چه لایق، حالا باید بشینید توی پاریس که دولتی سر دولت فرانسه بهتون سوشیال بدن، سوشیال هیلفه بگیرید، حقتونه. مثل ابولی بنی سگ که پوشک به خودش می‌بنده و پول تریاکش سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه میده. تموم شد، ممر لولو برد، نسل من بلند شده، ما هیچ ترسی از هیچ کس نداری. من ندارم، من هیچ ترسی از هیچ کس ندارم. گفتم من اومدم کشته بشم تا شاهمو برگردونم به ایران، من با خونم پادشاهمو برمیگردونم به ایران، چون هیچ راهی برای ما نذاشتی. من نمیترسم، ما سوگند خوردیم که پهلوی رو برگردونیم به ایران، در این راه هم از جونمون گذشتیم. من گذشتم، دروغم نمیگم. جناب مهندس عکس بعدی رو لطف بفرمایید، ممنونتونم. ببخشید خانم آقایون، نگاه کنید، شورش 57 میخواست ما رو به اینجا بکشونه. اون بالا زنان افسر نیروی دریایی شاهنشاهی ایران هم. تیپ رو نگاه کنید، چهره ها رو نگاه کنید، لباس رو نگاه کنید، نظم و انضباط، شادابی، سرحالی، سالم، ورزشکار، همشون جودوکار، کنفوکار، شنا، ورزش، والیبال، موتورسواری، یعنی سالم، یه انسان سالم. اعلی حضرت انسان ها رو اینطوری داشت تحویل اجتماع میداد. طبقه پایین زنان در رژیم حیوانات اسلامی. قیافه رو نگاه کنید. به شرافت بشری من ساعت 12 ظهر یه دون از این ستاره ببینم درجه سکتاره زدم. راسته رو نگاه کنید، شبیه فایزه رفسنجانی. وسطیه رو نگاه کنید، شبیه همین که از زندان اومده بیرون، چه نسرین که محمدیه، که این یارو که رفته زندان 30 کیلو بوده رفته 400 کیلو اومده. سمت چپی هم نگاه کن، فتوکپی مسعود قومی. همشون هم انگار از دنی یه ماشین اومدن بیرون، از یه کمپانی اومدن بیرون، کمپانی کثافت. جناب مهندس لطفا بعد بفرمایید بعدی رو، ممنونتون میشم. میخوان ما رو به این روز بندازن. آنگلا مرکل میخواد زن ایرانی اینطوری باشه. اینا حسودن، اینا نمیتونن زن ایرانی رو در چهره علیرضا شاهبانو فرح پهلوی ببینن، اینا نمیتونن زن ایرانی رو در چهره زنده‌یا فرخ رو پارسا ببینن. یادتون میاد خانم آقایون این عکسی که بهتون نشون دادم اکتبر 2019 پارسا؟ یادتون میاد توی تلگرام هم حتی گذاشتم، هنوز شاهدش چیزش هست، سندش هست، نوشتم آیا این عکس چهره جهان رو عوض میکنه؟ دیدی چهره جهان رو عوض کرد؟ حالا همینا همون فرانسوی ها، همون آلمانی ها، همون انگلیسی ها، همون ها اومدن که این ترامپ رو چیکار کنن؟ ساخت کنن. چرا؟ که به بخور بخورشون برسن، به بچاپ بچاپشون برسن. اون ژاپنی رو ببینید اونجا واسه نخست وزیر ژاپن، میدونی چرا خوش زد به مریضی؟ چون فهمید چه جریان چیه. اون انسان با شرفی بود، نمیخواست به ترامپ چیز بکنه، نارو بزنه، و چون نمیخواست نارو بزنه بهش گفتن بکش کنار. فهمید که اگه نکشی کنار ترورش میکنه، بکش بکش، راه به هیچ کی نمیکنم. این مرکل رو نگاه، میدونی چیکار بوده؟ این زمین شور بوده تو آلمان شرقی، چه صافت کمونیست آشغال. جناب مهندس بعدی رو لطف بفرمایید. همشون دزدن، همشون جنایتکارن، همشون عقده‌ای ان، همشون حسادت میکنن با ایران، همشون خواهان نابودی ایرانن. این گاو میشو نگاه کنی، یوشکا فیشه دوست دخترش کیه؟ یارو زن ایرانیه، براتیه، نمیدونم کیه، هم جنس گرا. حالا هم جنس گراشو میگم بخاطر که بشناسید. آقا بیا احمدی هم جنس گرا، وارد این بازی بابا نشین فعلا. آمریکا نقش رهبری در سیاست جهان رو از دست داده است. نه از دست نداده، تو آرزو میکنی از دست بده. این کثافت آشغال، این یوشکا فیشر، این وزیر امور خارجه چیز بود، دوران شرودر بود، هم شرودر چپه همین چپه، یکی از دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی. این بود به اتفاق جک استراب و اون وزیر امور خارجه
فرانسه نمیدونم چی بود مرکه گوسال اسمش یادم رفت، اینا و اون نخست وزیرشون، اینا کسانی بودن که جریان خاتمی و سبز و علم کردن. کی پشتش ایستاد تو همین لجنجلس؟ همین علی منقلی. همین علی منقلی کسی بود که 70 متر پارچه سبز تو لجنجلس چیز کرد، پخش کرد. 70 متر پارچه پخش کرد تو خود بازار تهران. 70 متر پارچه پیدا نمیشه. همین علی منقلی بیشرف، رفیق برام شتو، جناب مهندس بعدی نشون بدین پدر پدر صحبتتون رو در میاریم. من زدم به سیم آخر مبارزه اینیه که من دارم میگم، نه اونی که شما پای تبیله هاتون به اسم رادیو تلویزیون میگی. نگاه کنید ملت ایران، اوباما پس از برجام 150 میلیارد دلار پول نقد را با هواپیما به ایران منتقل کرد. با این پولی که این داده، یعنی 150 میلیاردی که اوباما فرستاد به ایران، 150 میلیارد دلار، با این پول ببینید چی کار میشده بکنید. با این پول میشد مشکل بیکاری را حل کرد، اقتصاد ایران را دست کم تا 50 سال بیمه کرد. ولی مسئولین جمهوری حیوانات این پول را تماما صرف جنگ در سوریه و ساخت و ساز در عراق و تامین مالی حزب الله و فلان کردند. حالا چرا اروپا همچنان از برجام حمایت میکنه؟ زیرا که باید ملت ایران در فقر بمونه. حالا همین باند اومده گریبان اینو گرفته میگه تو حق نداری، به تو دروغکی هستی. اون منشه امیر داره میگه رئیس جمهور منتخب جو بایدن، آقای ترامپ دیدین که مثلا ابا خواهرام حرف میزنه، آقای ترامپ شما حکومت رو واگذار کنید، با اینتر آشغال حرف میزنه، با هر آشغالی حرف میزنه، چون مغز پر آشغال چپه آشغال. جناب مهندس بعدی رو لطف بفرمایید، خواهش میکنم. آره بعد یه چاقو هم گرفتن تیز کردن به اسم موساد، میگن هر کی حرف بزنه اینا ضد یهودی ان، خفه بمیر، مرده شروع قیافت ببرن. اینجا رو نگاه کنید ملت ایران، امامزاده ملکه، نگاه کنید چند ماه قبل روزنامه تایمز در یک بررسی احتمال رسیدن شجره ملکه انگلیس رو، یعنی زندگی نامش ملکه انگلیس رو، به حضرت محمد عنوان کرد. دیدی اینجوری با شعور ملت بازی میکنه؟ یعنی میخوان بگن که این زنی که چیزه، این زنی که از تخم ترکه باقی مانده حضرت محمده. چرا؟ چون قرار اسلام بمونه. آقای مهندس یه عکسی از لطف کن، اگر نه سپاسگزارم. چرا؟ چون قرار اسلام بمونه، چون قرار با اسلحه اسلام پدر ما رو در بیاره. بله نگاه کنید ملت ایران، این تیتر روزنامه هستش که چیز زده، روزنامه انگلیسی زده، میرور، که میدونید روزنامه چپه، داره به ترامپ میگه، میگه چگونه جرأت کردی تو به کشور ما بی حرمتی کردی، به سیستم بهداشت ما حمله کردی، ملکه ما را آزردی. روز اینم روزو خونن دیگه، چون اسلام اینا میارن دیگه. روابط ویژه ما با آمریکا را تضعیف کردی، نخست وزیر ما را شرم زده کردی، سپس با خونسردی بر صندلی چرچیل نشستی و پوز گرفتی. دیدید بهتون گفتم یکی از دلایلش نشستن رو صندلی بود؟ پوزشون رو بتریزه. واسه همینه به قول زنده یاد بانو گفت ترامب شیرده. دمش گرم، دمش گرم جناب مهندس، سپاس از شما، دمش گرم. هیچ کس نتونست چنین کاری بکنه، خیلی جیگر داره. من از آدمه با جیگر خوشم میاد، من از آدمی که جیگر داره خوشم میاد. به خدا بازم دارم بهتون میگم، به شرفم سوگند این فردا بره تو کاخ بره با علی شیرهی صحبت کنه، خیال نکنی همه حالا بیا بینیسه آقای احمدی از این دشتی دفاع میکردی، دیدی در با علی شیرهی صحبت کنه. دست کلنگ، من برای هیچ کدوم اینا در خورد نمی کنم، چون به هیچ کدومشون اعتماد ندارم. خوبو میگم خوب، بدی میگم بد. تا الان یک انسان با شرف، یک انسان محکم، قدرتمند ایستاد در برابر چپ جهان، درود به شرفش. فردا خراب بشه میام تو دهنش هم میزنم، میگه مرگ تو هم دروغگویی. مگه نگفتم، مگه نگفتم نتانیاهو یه انسان میهن پرستیه، یه انسانی که ایستاد. حالا دارم بهتون میگم نه خانم آقایون، من اشتباه کردم، این میهن پرست نیست، دنبال منافع اسرائیله، اینم دشمن ایران و ایرانیه. با همین صراحت من کف دستم بو کردم اینا هر دقیقه به یه شکل شمایلی در میام. ما چه میدونم اینا چقدر پدر سوختن. بعدم میگن که میگن روزگار خیلی عوض شده. نه بالام جان، روزگار عوض نشده، روزگار همون روزگاره، روزا همون روزاست، شبا هم همون شباست. یعنی چی شده؟ مثلا روز شده 17 ساعت، مثلا شب شده 6 ساعت؟ نه، هنوز 12 ساعت روز، 12 ساعت شبه، هنوز 365 روز طول میکشه تا سال عوض بشه، هنوز بهار و تابستون و پاییز و زمستون سر جاشه، همه چیز سر جاشه،
این زده اگه تغییر فصل باشه اونم به خاطر فعل و انفلات کره زمینه، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. دهشه اونجا گرم میشه، سنار اینجا سرد میشه. اینا همیشه در طول دوره های زمین شناسی بوده. کسی که یه ذره جغرافی خونده باشه کلاس اول دوم راهنمایی میدونه من چی میگم. دوره اول زمین شناسی، دوره دوم زمین شناسی، دوران یخبندان داشته، دوران آتش فشان داشته. منتها اون موقع بشر نمیشه کنترل بکنه. حالا کره زمین تحت کنترل، یه جا میخواد داغ بشه آب میزن روش سرد میشه، یه جا میخواد نمیدونم سرد بشه کپ میکشن زیرش داغ بشه. حالا به طور خلاصه عرض میکنم، به هر حال بشریت صاحب تکنولوژی شده، از اون بالا داره کنترل میکنه و چه و چه. روزگار همون روزگاره، روزا همون روزاست. آدما عوضی شدن، نه عوض شدن، عوضی شدن. و این روزا همون روزاست. رودخونه ها همون رودخونه هاست. مثلا الان رودخانه مثلا اروند رود چی شده؟ مثلا چی شده؟ مثلا از توش عسل داره رد میشه، یا مثلا طلا داره رد میشه، یا مثلا بارود داره رد میشه. همون رودخونه همونطوری از سرچشمش از همون بالا است، داره میاد، داره کار خودش رو، طبیعت داره کار خودش رو میکنه، هیچ کم نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی میشه مهر ما میفهمی که مهره، آبان میفهمی آبانه، آذر میفهمی. هر جای دنیا باشی آبان و آذر همینه، هیچ فرقی نمیکنه. برف در آمریکا همونطوری سفیده که توی اردبیل سفیده. بارون همون طوری که میباره در بمبئی، همون طوری که در برلین میباره، هیچ فرقی نمیکنه. این آدمان که جهان رو به لجن کشیدن، ما دنیا رو به لجن کشیدیم. ما آدما عوض نشدیم، عوضی شدیم. عوضی شدیم، همه چی رو به پول میگیریم. شرفمون شده پول، حیثیتمون شده پول، ناموسمون شده پول، مهربونیمون شده پول، همه چیمون شده پول، شخصیتمون شده پول. با پول داریم شخصیت کاذب برای خودمون میخریم. خیال میکنیم هر کی ماشینش درازتر باشه و گندتر باشه شخصیتش بیشتره. خیال میکنیم هر کی کت شلوار شیک بپوشه شخصیتش بیشتره. خیال میکنیم که هر کی تو شماره حسابش پول باشه و چهار تا لاشخور دور خودش جمع بکنه به خودش بگه دبیر کل، مثلا شخصیتش بالاتره. خیال میکنیم با پول مثلا بریم تو این فیتنس ها و وزنه بزنیم و هیکل دار بشیم مثلا با شخصیت میشیم. نه، شخصیت تو وجود انسان باید باشه، انسانیت داد تو وجود انسان باشه. ما آدمایم که کره زمین رو در به داغون کردیم، ما هم که با اعمال خودمون این کارا رو کردیم، ما هم که باعث شدیم آفریقایا نداشته باشن بخورن. و یعنی این کره زمین برای همه جا داره. این خدا اینقدر به ما امکانات داده، حالا خدا، طبیعت، هر کی میخوای اسمشو بذاری، این شرایطی که برای این کره زمین به وجود اومده برای همه جا داره. همه جا میتونی گندم بکاری، ذرت بکاری، جو بکاری، میوه هست، سبزیجات هست، آب آشامیدنی هست، دریاها و اقیانوسها اینقدر ماهی داره که خدات میلیارد سال ما بخوریم بازم کم نمیاد. اینقدر گاو و گوسفند و گوشت، خوک و بوقلمه و خروس و مرغ تو دنیا هست که هیچ کس از بیگوشتی نمیمیره. اینقدر سبزیجات هست که هیچ کس از بیسبزیجاتی نمیمیره. ما آدما تمهکار شدیم، ما تمهکار شدیم. ما این که همش نشستی میگی من پول بدی، پول بدی، پول بدی، همه چیمو میدم فقط پول بدی. ما عقده‌ای شدیم. نگاه میکنیم همسایه‌مون رفته بنز خریده، من چرا بنز بدارم؟ بنز بخرم. همین شده بلای جون ما. همینه که از در دیوار داره بلا به سرمون میاد. همینه که ناموسمونو میذاریم توی سینی تقدیم خارجی میکنیم، شرفمونو میدیم، تمامیت ارضی کشورمونو میدیم. همینه که اجازه میدیم منشه امیر بیاد با شعورمون بازی کنه. نه فقط اینو مثال بزنم، امثال اینا. این دارم دونه درشتاشو براتون مثال میزنم. اینا این که کسی نیست، عددی نیست. این دیگه یه پاش دم گور داره با اسرائیل، یکی واسه من یکی واسه جیبم داره بازی میکنه. ملاحظه کردی؟ ما مقصریم، ما اجازه میدیم که طرف بزنتمون، ما اجازه میدیم. وگرنه تو گاردتو بگیر دیگه، یارو نمیتونه تو صورتت بزنه. ما گاردمونو بل کردیم، صورت گذاشتیم در اختیار حریف، تق گذاشتیم. بعد یه نامردی زدی، اون نامردی نزده، تو حواست نبوده خوردی، اون باید میزدت، تو باید حواست باشی که نخوری. ما وا دادیم، ما کور بودیم. اون نصف کور بود، ندید که شاهنشاه آریامر براش چی کار میکرد. خاک بر اون سرتون کنه. ندید براش داره چی کار میکنه. ندید که اون مردم جو میخوردن، حالا 6 تا 7 نون در تهران پخ میشد. ندیدن که روی پنیر و کره 1000 تا مگس میشست، حالا همش پاستوریزه شده بود، همش بسته بندی شده بود، روش تاریخ مصرف گذاشته بود. اون موقع که هیچ کس نمیدونست تاریخ مصرف چیه، نفهمیدیم اون شیری که با ملاقه میریختن بهمون میدادن میخوردیم، حالا اون شیره کرده تو شیشه، کرده تو پاکت، شیر کاکائو، شیر وانیل، شیر فلان، شیر سفید تمیز داره به بچه‌ها میده بخوریم. نفهمیدیم اون خدا بیامرز چقدر شعور داشت، میخواست ما رو با شعور بکنه، میخواست ما رو آدم بکنه، میخواست از مردای ایرانی جنتلمن بسازه. چه جنتلمنی، چه همای سعادتی.
نفهمیدیم که چطوری اون مملکت یه شبه اونطوری نشد که روی صفحه نقره سینما خانم شورانگیز طباطبایی و فروزان و امثال هم بیان اونجوری غر بدن و بریزن بیرون، بعد هیچ اتفاقی هم نیفته، همه مؤدبانه فیلمو نگاه کنیم، مؤدبانه بیایم بیرون، لذت ببریم از اون رقص و زیبایی، لذت ببریم از رقص بانو جمیله، لذت ببریم بریم کاباره ببینیمش، افتخار بکنیم که کشور ما یک چنین هنرمندی داره. بهش نگیم رقصه، اینطوری باش برخورد نکنیم، مطربانه بهش بفهمیم هنرمند یعنی چی، احترام بذاریم به هنرمند، نگیم چون ویگن ارمنی، اینطوری باش برخورد نکنیم، بگیم سلطان جاز. اینا رو دولت به ما یاد میداد، اینا رو شاهنشاه به ما یاد میداد که بهشون احترام بذاریم، به بانوان موسیقی ایران احترام بذاریم. اینا زحمت کشیده شده بود روش، وگرنه تعارف ندنیم. ما مردای ایرانی مگه یادمون رفته؟ پدر بزرگامون مگه یادمون رفته؟ چه بلایی سر مادر بزرگامون آوردن؟ مگه یادمون رفته؟ دروغ میگم؟ اینا بود که شاهنشاه آریامر وزارت فرهنگ و هنر درست میکرد که چاغو رو ندن به دست قیصر، که بزنن جوونا چهار تا فیلم درست ببینن، ادب بالا بره، میخواست تمدن برای ایرانیا بیاره. تعارف نداریم، 1400 سال به ما چی یاد داده بودن؟ فوش خارمادر و قمزنی و تجاوز و ناموس تو به پا و ببخشید آبجی و اینطوری داشتن ما برخورد میکردن. مرده میرفت 60 تا زن میگیره، 500 تا زن میگیره، کدوم قانون؟ کی میخواست بهش بگه بالا چشه دبروه؟ قانون حمایت از خانواده برای اونا بود، قانون آورد که مادر تا 7 سالگی بچه متعلق به مادر بود، هیچ خدایی نمیتونست دست به اون بچه، تا مادر نمیخواست پدر نمیتونست بچه رو ببینه، التماس بعد زن سالاری داشت میشد تو ایران، حکومت داشت مرد سالاری رو از ایرانیا میگرفت و حکومت رو داشت میداد دست بانوان ایرانی. برای همین بود که تاج رو سرش اولیاز شعبان و فرح پهلوی گذاشته شد و با اون مراسم با اون زیبایی اولیاز رو از زمین بلند کرد، زن ایرانی رو از زمین بلند کرد اعلیحضرت. ما چی فهمیدیم اینا رو؟ چرا شاهزاده کاری نمیکنه؟ با کی کاری بکنه؟ با چی کاری بکنه؟ با کی کاری بکنه؟ 40 ساله نمیذارن ما اصلا یک کلمه حرفمون به گوش اعلیحضرت برسه، مجبوریم بشیم اینجا با پای تلویزیون بشینیم باش درد دل کنیم. 40 ساله ارتباط ما رو با فشای مملکت قطع کردن. آقا ملت، من از 16 سپتامبر 1986 اومدم تو این خراب شده آلمان، 1986 تا الان حسابش از خودم در رفته. از اون روز تا الان دارم میگم خدا یکی، شاه یکی، میام یکی، تنها رای رهایی بازگشت پادشاهی، جاوید شاه، جاوید شاه. یک بار پادشاه مملکتمو ندیدم، یک بار فرصت نشده من با این مرد 5 دقیقه درد دل کنم. زحمتی که من برای سلطنت کشیدم، برای هر حزب و گروهی دین آلمان کشیده بودم، الان دبیرکل حزب اسپده CDU CSU بودم، خدا شاهده. فقط فوش خوردم، فقط تهدید شنیدم، فقط بهم بد و بیرا گفتن، فقط بهم دشنام دادن. کیا؟ یه مش بی شرف بی پدر و مادر به من گفتن بی پدر و مادر. من که از سر سفره پدر مادرم اومدم، کاری کردن که من مجبور شدم با یه ادبیاتی که در شأن و خاصیت من نیست، در وجود من نیست، با این اراذل قومش صحبت کنم که بهشون بفهمونن ما هنوز فرزندان رحیمی ها و خسروداد ها و نصیری ها و ناجی ها و جهانبانی ها و نشاط ها و سایر بزرگان اون مملکتی. و چقدر دیگه دندون سر جگر بذاریم؟ چقدر فوش تحمل کنیم؟ چقدر بگیم هیچی نمیگیم؟ چقدر بگیم عیب نداره؟ بس بری باشون گفتگو کنیم. آقای رزما را بیایم ما با گفتگو میکنیم. سه بار من با این مرد مصاحبه کردم، هنوز صداهاش دارم، سی دی شدنم. با چند تا جمهوری طلب من گفتگو کردم، چقدر لیلی به لالایشون گذاشتم. چپ رفتن راست اومدن، دیکتاتور مصدق تو حکومت ملی دکتر مصدق 28 مرداد دیکتاتور کودتا، حکومت غیر قانونی محمد رضا پهلوی قانون اساسی رو له و لورده کرد و از سال 1332 دیگر حکومتش حکومت ملی نبود. یه جوری با طرف میزنن اصلا چاقو دستش باشه، همون الان چاقو دستش باشه همجا سرت میبره. من چقدر دیگه بشینم با اینا ملاحظه کنم؟ چقدر بگم به خاطر روی گل اعلیحضرت ساکت باش، حرف نزن، تکون نخور، اب نداره، به خاطر کشورت جلو دهنت بگی، زیب دهنت بکش، هیچی نگو، فوش خوردی، اب نداره، مسئله نیست، به خاطر شانشاه، به خاطر کشورم. بس دیگه، بس دیگه، بس دیگه. چقدر بیم رو خطشون بگیم درود به شرفه، درود به چقدر من رفتم رو خط اینا بهشون گفتم درود به شرفه، در حالی که میدونستم شرفی در کار نیست، بازم گفتم درود به شرفت به خاطر که ما چهار تا مستند درست کرد. گفتیم بالاخره هیچ کیس، بازم اینا هست یه چهار تا مستند درست میکنن. چقدر به بچه‌ها گفتم برید ازشون سکه بخرید، تمبر بخرید، برید حمایتشون بکنید. خیلی از همین بچه‌ها بودن آقا رضا، آقا احمدی دروغ میگه ها، گفتم اب نداره، حمایت بکنید، اب نداره، برید رو خطشون، برید بهشون دلگرمی بدین. بابا تخممون شرفتون کنن، چقدر آدم میتونه نامرد باشه؟ چقدر آدم باید نامرد باشه؟ بابا شما کلمه مردو به لجن کشیدین، شما مردو انداختی تو دستشویی سیفونم کشیدین روش.
میکنم که جیگر ندارید بین رودر رو بشینید یه دعوای حالیمون بشه اقلا. فقط نشستیم جلو دوربینا داریم به هم دیگه بعد ایران میگیم. هیچ کدومشون مرد نیستن، یه مش آدم بی غیرت. بعد هی میگیم به خاطر علازتی چی نگیم، ساکت باشیم، اب نداره، بچه حمله نکنید، بچه ولا نکنید. نه بچه دارم بهتون میگم، امونشون ندید، به هیچ جمهوری طلبی اعتماد نکنید. اگه حرف من قبول دارین ای والله، ندارین راه خودتون رو برید. به روح پدر مادرم سوگند، به روح پدر مادرم سوگند. من این هفته سال روز درگذشت پدرمه، به روح پدرم سوگند که بهترین پدر دنیا بود، بهترین پدر دنیا بود. به خاکش قسم، اگر روزی روزگاری دیدید من رضا احمدی سر سوزن، سر سوزنم زیاده دارم بهتون میگم، از مواضع خودم عوض شدم، کنار رفتم، یه جوری دیگه حرف زدم، لوس شدم، علنگوها واردم بهتون نشون دادم، بدونید منم خریدم. به روح پدر مادرم سوگند، تا روزی که هستم دارم بهتون میگم. میخواید باور کنید بکنید، نکنید نکنید، خوشتون بیاد بیاد، بدتون بیاد بیاد، هر جوری دوست دارید آزادی فکر کنید. خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی. من تا آخرین قطره خونم ایستادم تا رضا پهلوی وارث تاج و تخت ببرمش ایران، همونطوری که پدرم گفت. ما عرضه نداشتیم پدرش نگهداری، برو پسرش بیار، نری توی گروه ها، نری توی سازمان ها. به روح همون مرد بزرگوار سوگند، تا برش نگردونم به اندازه وزن خودم. کل بالیستا نمیذارن، سیاوی این نمیذاره، موساد نمیذاره، من با اینه هیچ کاری ندارم، هر غلطی هم داشتون خود بیم بکنم. من زدم به سیم آخر، برای من زندگی اصلا نه جالبه نه قشنگه. راحتتون کنم، خیلی راحت بهتون بگم، نه جالبه نه قشنگه. زندگی برای من تهرانه، شمرونه، عشق کباب بچه محلامونم، اون یعنی زندگی. من نه عشق پاریس دارم، نه لندن دارم، نه هیچ مردشور تمام اروپا رو ببرم. صد بار دعوت شدم امریکا، افتخار ندادم برم امریکا، هیچ وقتم نمیخوام برم، مرچون در دیوار کشور تو ببرم. راحتتون کنم، چو ایران نباشه تن من برای تمام این کره زمین تره کشم، من علفم خورده میکنم چون کره زمین بریزم. راحتتون کنم، تا من شاهمو برنگردونم توی اون مملکت، تا چراغ خاموش شده یه کاخ نیاوران به دست مادر ایران زمین اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی روشن نشود، من رضا احمدی ساکت نمیشینم. اهل این مبارزه هستید بفرمایید این گویای میدان، غیر از این دمپر من یکی نیاد. منو نمیتونید نصیحت کنید، نه ساکت کنید، نه از مسیر خارج کنید. دختر بفرستین تو زندگیم، زن بفرست تو زندگیم، پول بفرست تو زندگیم، مقام بفرست، وعده بده، وعید بده، تو ماچ بکن، منو هیچ رقم نمیتونید عوض کنید. راحتتون کنم، چون من عقده هیچی ندارم. این راحت بهتون بگم، به سیم آخرم زدم. زبان مبارزه اینه بچه ها، رحم نکنید به جمهوری طلبا، همشون خائنن، همشون ضد ایران و ایرانیان، همشون ضد پهلویان. جمهوری طلبان هیچ آرزویی ندارن به شرافت بشری. خوب 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 خوبشون بزرگترین آرزوش تجزیه ایرانه. خوب خوبشون پاکترین جمهوری طلب آرزوش تجزیه ایرانه. آقا کور که نیستیم داریم میبینیم، علی تجزیه، مصوب قومی کثافت، گنجی، عباس چاخان، اسمال بزاز، محمد وزق، برام شطور، لگم فروش دوز، و اون علی ساربون و بقیه ارازل و اوباش، این یکی شرماور، اون یکی جفتک میدازه رومیز دلغکه، همشون کدومشون دیگه، کدومشون جا مونده. بهترین جمهوری طلب آرزویی نداره جز تجزیه ایران. اینا تمام جمهوری طلبان، جمهوری طلبان ضد ایران و ایرانی، ضد پهلویسم، همشون دشمن محمد رضا شاه پهلوی هم. یعنی روزی روزگاری اینا پا بده شاهنشاه آریامه رو از زیر قبر دستاشون رو بند بند انگشتانشون رو قطع کنیم، کرد همونجا دفتشون میکنی. خدای ایران رو از زیر قبر بیارن بیرون، بنزین بریزن روی اسکلتش، آتیشش بزنن، ببینید چه حسی دارم بهتون میدم. اینا اینقدر متنفرن از شاه. هیچ جمهوری طلبی نه رضا شاه و نه محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ رو دوست داره،
و نه علازه سیروس و زاشا دوم پهلوی سومو، هیچ کدومشون. هیچ جمهوری طلبی با پهلوی کاری نداره، دروغ میگن، همشون دروغ میگن. اینا هیچ آرزویی جز یک، تجزیه ایران، جز کشتار ملت ایران، جز تخریب ایران، جز به فقر و فلاکت و بی‌آبرویی ملت ایران هیچ آرزویی ندارن. به شرفم سوگند من مردم همتون زنده خواهید دید. همشون دزدن، همشون عاملن، یا نوکر انگلیسن، یا نوکر اسرائیلن، یا نوکر روسیان، یا نوکر چینن، یا نوکر آلمانن، یا نوکر فرانسه، یا نوکر حزب دموکرات آمریکا. راحت بهتونه، هر جا پول باشه جمهوری طلب اونجا. شما نگاه کن تمام کنفرانساشون، تمام نشستاشون، یک بار ببین به پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران اینا احترام میذارن، 99 دستاشون شیر و خورشید هم نمیذارن وسطش. تازگی ها مد شده این کار میکنن برای ایزگم کردن، برای گول زدن، برای گول زدن جماعت، چون میدونن ایرانی میتونی گول بزنی مثل لگن فروش دوز. این بیشرف دقیقاً میدونه چطوری ایرانی رو باید گول بزنه. ختم پدر سوخته های عالمه. ببین چه قیافه مظلومی به خودش میگیره، میره رو تخت بیمارستان، ورم قلوه کردم، خونم رفته بالا، قلبم ضعیف شد، دروغ میگه. این بی پدر و مادر 500 سال دیگه عمر میکنه، شک اینا همشون هم عمر سگ دارن، دور از جون سگ، همشون 160 سال عمر میکنن. چرا؟ چون دروغگوان، مفخورن، چون وجدان ندارن، چون شرف ندارن. چون کسی که عاشق کشورش باشه اینجوری باید هرس و جوش بخوره که به چشمش ببینه دارن سر مملکتش میاد. چرا شاه تحمل نکرد 17 18 ماه قربتو؟ چرا تحمل نکرد؟ چرا تحمل نکرد؟ دق کرد، دق کرد اون بنده خدا. از اون طرف آمپولای عوضی که کمک بشه بیشتر که بکشنش، از اون بر خودش چقدر خبر براش رسوندن. جلو چشمش کشوری رو که ساخته بود تیکه پاره کردن، تمام امیرای ارتشش رو کشتن، تمام افسرا و سرنگا و درجه و سربازاشو کشتن، گاردش رو له و لورده کردن، کشورشو نابود کردن، تمام زیرساختارهای کشور رو در و داغون کردن. چقدر دیگه تحمل داشت؟ اون کشور بچهش بود، بچهشو جلو چشمش قربونی کردن. کسی که میهن پرسته هرس و جوش کشورشو میخوره. من میخوام به پست و مقام برسم. من اومدم گفتم میخوام بشم چی؟ استاد دانشگاه؟ گفتم میخوام بشم وزیر، بشم وکیل، مثل فرقه داروش همایون که به خودشون به دروغ میگن حزب مشروطه، قیافه علی گلابی به خودم بگیرم که از الان بگم من نماینده مشروطه خواندم مجلس شورای ملی ام. همشون دنبال پست و مقام مجلسن. به شرافت بشری که بهتون دروغ بگم، همین فردا همشون مدعی میشن تو ایران. همین فردا همشون میان که بله ما در تاریخ فلان سمینار داشتیم، در تاریخ فلان تظاهرات رو انداختیم. به شرافت بشری سوگند اگر اینا تونستن در لندن و در لس آنجلس، دو شهر مهم ایرانی نشین، اگر اینا تونستن 100 تا ایرانی رو آوردن تو خیابونا گفتن جاوید شما 105 نفر براتون میارم، هر چی اینا بیارم من 5 تا روش میارم، تک و تنها، نه رهبر حزبم نه هیچی هم نیستن، هر چی اینا 1000 تا بیارم من 1005 تا میارم. بیان رو کنی، دروغ میگن، همش بازیه، همشون پول میگیرن، همشون عاملن، همشون نوکرن. هیچ کس جرئت نمیکنه با این صراحت بیاد جلو دوربین بهتون بگه. میدونی چرا؟ چون بعد باید با یه مافیا در بیافتی. من با یه مافیا در افتادم، مثل این ترامپ هست با مافیای جهانی در افتاده، منم بنزه خودم با مافیا در افتادم. همین منش امیر خودش مافیاست، یه مافیای قویه، این یه مار 8 سره است، این درسته پیره ولی یه مافیای 8 سره است. ببین من چجوری جلوش وایسادم، 5 سال پیش گریبانش گرفتم تو رادیو خودش به عنوان تو کشور من داشت تجزیه میکرد، وایسادم جلوش، صدای منو قطع کرد، رفت تو رادیو آقای توکلی، تمام زندگیش رو ریختم بیرون. منو چرا ساچ میچی؟ من جلو همشون وایسادم. میدونی به خاطر اینکه اینجا پای کشورمه، اینجا پای مملکتمه. من شاگرد بزرگان مثل تیمسار سپهبد پرویز خسروانی ام. اون مرد در لندن به ما یاد داد، به ما یاد داد، فرمانده پدر خود من بود تو ژاندارمری، به ما یاد داد درس میهن پرستی رو، به ما یاد داد، به ما یاد داد که ما چجوری باید سرباز باشیم. تیمسار خسروانی تا لحظه ای که زنده بود ایستاد در برابر مصدقی ها، ایستاد، نه محافظ داشت، هیچی هم نمیترسید، خیلی شیر بود، خیلی شیر مرد بود. من اساتیدم مثل این، من چنین اساتیدی داشتم، چنین بزرگانی منو تربیت کردن. من زیر دست فریدون فرخزاد ها، رضا فاضلی ها، زیر دست این بزرگان من تربیت شدم، واقعا شدم. از پای همین دوربین همین تلویزیون ها من اساتید خودم یاد گرفتم، من یاد گرفتم درس میهن پرستی رو. میهن پرستی اینیه که من دارم بهتون میگم. میهن پرستی یعنی شجاعت، یعنی نباید بترسی، یعنی باید بت شکن باشی، یعنی نباید بترسی از خواننده ای که 50 سال اومده داره بهتون میگه خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردن. نباید بترسی، باید افشاش کنی، باید بگید که اینا همشون ضد پهلوی هستن، باید بیاید بگید که اینا چرا اومدن 30 سال در داخل کشور مخ 20 سال در داخل کشور مخ یه ملت رو زدن. باید بگید اینا رو افشا کنی، باید بیاید بگید فریدون فروغی کی بوده، باید بیاید بگید احمد شاملو کی بوده، باید بیاید بگید که مسعود کیمیایی کی بوده، باید بگید اسفندیار منفجرزاده کی بوده، باید بگید اون فرامرز غریبیان کی بوده. نباید بترسی، باید بیستی در برابر اینا بت شده بودن. باید این بوتا رو بشکنید. میهن پرست باید بوت شکن باشه، باید بیستید در برابر اینا.
اگر نه همین آشامی کاست هیچ توقعی هم رضا پهلوی نشه. آقای رضا پهلوی ملت ایران رو کمک نکنید خواهش میکنن، کمک نکنید، استدعا میکنم از حضورتون علازن تا این ملت آدم نشد و سیاسی نشد علازن پا نذارید جلو، چون فردا شما برمیگردید ایران دست رو دیگه همین آشامی کاسه است. ما برای یک بار و آخرین بار باید بفهمیم که برای میهنمون باید بلند شیم. ما نباید برای شکممون، ما نباید به خاطر اینکه بانک رفتیم 1 میلیون تومان گذاشتیم، ما 100 هزار تومان به اون بده، بیایم تو خیابونا. دیدید وقتی اومدید تو خیابونا به حقتون نرسید، برگشتین رفتید تو خونه ها. چرا؟ چون بنمایه ماهیت ملی نداشت تظاهراتتون. چون نیومدید برای میهنتون تو خیابونا، اومدید برای شکمتون، برای نون، برای پول. هر کس برای میهنش به تو خیابونا دیگه نمیره تو خونه ها. شما برای میهنتون نمیری تو خیابونا، این جوونا برای میهنشون میرن تو خیابونا که جونشون دادن. برای میهن باید بشین چلو دوربین اینطوری حرف بزنی. اگه من میخواستم به خاطر پول بیام بشینم چلو دوربین حرف بزنم اینطوری حرف نمیزدم. الان تیکمو داده بودم ازش صندلی چرخدارا هم گشته بودم، علی مهندسیا چرمی نشسته بودم. یس یس اس ایم تیبل یو آر تیبل کام اون پلیز بپو دم در نخوری لیست. منم لوس لوس حرف میزدم اینتر آشغال دعوتم کنه برم اونجا بشینم چهار تا کتابم خونده نخونده پشت سرم بچینم که چی بشه. جناب آقای رضا احمدی فعال سیاسی، آقای احمدی سوال داشتم نظرتون راجع به انتخابات ترامپ و انتخابات امریکا چیه؟ یس گویماین خیلی سترینگ بوده. بله بله آقای ترامپ البته خود زیاد نباید اینجوری اونجوریش بشه، باید خودش ول کنه بره که اون یارو بیاد اونجا ببینم. به 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 خیلی سپاسگزاریم آقای احمدی، خیلی سپاسگزاریم. دفعه بعد تلفن بزنید جناب احمدی، می‌خوام یه گفتگو با شما داشته باشیم. پول بلیط هواپیما و مجانی و تماچ بکن و مماچ بکن و جاندازی هم که همه واردن تو هتل‌های تو لندن از اونها هم بهت میدیم، از اون اما بهترون تو باش بیا اونجا بشین توی استودیو، بعد اونجا شروع کنید صحبت کنید. پاتم بزنید رو پار قیافه علی گلابی هم خودم میگم یه بچه ریش بوزی هم بذارم که قشنگ قیافم نشون بده که من آره. نه مبارزه اینیه که من دارم بهتون میگم، نفس مبارزه اینه. ایران اینطوری نجات پیدا میکنه، با مشت. ایران با مشت سربازی نجات پیدا میکنه. ایران با کت شلوار کراوات آزاد نمیشه. ایران با گفتگو با این اراذل اوباش به عنوان تحلیلگر آزاد نمیشه. اگر میخواست آزاد بشه آزاد شده بود. شوخی نیست 20 سال تلویزیون های ماهواره ای، شوخی نیست 20 سال به اسم تلویزیون سیاسی ببشین جلو دوربین هنوز آخون سر جاش بمونه. چرا؟ چرا؟ آخه به خاطر اینکه مشکل مالی بوده. دروغ میگید، ملت رو سرکیسه کردی. کدوم مشکل مالی؟ فلون فلون شده. مگه تلویزیون ایران آریایی چک 100 میلیونی دارم؟ اینا آقا جون بیا اینطوری داره کمک میشه. مشکل مالی نبوده، مشکل مالی نبوده، مشکل بی غیرتی بوده، مشکل نوکری بوده. نوکرید، 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 مزدورید. به شرافت بشری سوگن اگر 20 سال چیه؟ من 5 سال جلوی این دوربینا نشسته بودم 5 سال هر روز و مثل شماها منبعی درآمد داشتم که صبح سر کار نمیرفتم که بتونم با خیال راحت بیام بشینم صحبتامو بکنم، فایلامو حاضر بکنم، همه چیزا رو حاضر کنم. به شرافت بشری سوگن در عرض 5 سال مرده و زنده آخوند رو میآوردن جلوی چشاشون. بی ارزه اید. چرا؟ چون نوکرید، 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 همتون نوکرید، همتون نوکرید. امشب بهترین شب زندگی من بود. میدونی چرا؟ من خیلی دوست داشتم این حرفا رو بدم. یا تو میام بهتون گفتم یه چهره دیگه رو میخوام از رضا احمدی بهتون نشون بدم، ناگفتنی‌ها رو بگم. این یکی از اون بخشاش بود. بهترین شب زندگیم بود امشب، باور کنید، باور کنید. تمام حرفا رو به خدا برام مهمی ضبط بشه نشه، باز پخش بشه نشه، ضبط شد، تموم شد، مون مون. این حرفا مون تو تاریخ، مون. بالاخره یک ایرانی غیرت پیدا کرد، اومد ایستاد در برابر اسرائیل، ایستاد در برابر حزب دموکرات امریکا، ایستاد در برابر اروپا، ایستاد در برابر باند منشأ امیر، ایستاد در برابر صدای اسرائیل، ایستاد در برابر لایلاجنهای لس آنجلس. ایستادم، همین نیم ساعت دیگه بکشینم، تموم شد، حرفمو زدم. ایستادم در برابر دشمنان ایران. همتون دشمنید، همتون دشمن پهلوی هستید، همتون دشمنید. به شرافت بشری سوگم هر کدومتون سر خاک اون خدا بیامرز رفتین، گلم سر خاکش کشین، تای دلتون گفتین خدا رو شکر که مردی، چون با مردنتون با میلیونر شدی. همشون دشمنن. دشمن شماره یکش لگن فروش دزده، دشمن شماره دوش علی منقلیه، دشمن شماره سه علی صادبونه، دشمن شماره چهار منشأ امیره، دشمن شماره پنج اسمال بزازه، شماره شیش بهرام شطوره، شماره هفت محمد وزقه، شماره هشت عباس چاخانه. همشون دشمنن، همشون دشمن پهلوی هن. اینا با دلش تو دلشون قند آب میشه که اون خدا بیامرز سر گذاشت زمین. چرا؟ چون وقتی اون رفت ما یتیم شدیم، ما میهن پرستان یتیم شدیم، بیکس شدیم، هیچ کسا نداریم، هیچ کسا نداریم. به کی تکیه کنیم؟ من تکیم به کی باشه؟ تکیم به کی باشه؟ کدوم میهن پرستی یه تکیه گاه داره؟ بیاییم به من بگین. ما هستیم اونو دادیم. بچه جا نزنیم، ناامید نشید. تا این صدا از گلوی من میاد بیرون نمیذارم ناامید بشی.
بایستید در برابر جمهوری اسلامی، بایستید در برابر آخوند. کشورمونو دارن نابود میکنن. تمام نقشه گلوبالیستای جهان اینه، نابودی کامل ایران، نابودی کامل منطقه به ویژه ایران. ایرانو نابود کنید. چرا؟ اینا اگه سر بردارن، اینا امپراتوری میخوان بشن، اینا میخوان بشن امپراتوری جهان. اینا رضا شاهشون و محمد رضا شاهشون اومد یه بذری رو کاشته، بذر میان پرستی، لهش کنید، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. اون بذر رو ریخ رضا شاه، تموم شد. ما معنای ناسیونالیسم رو فهمیدیم، ما معنای عشق به میهن رو فهمیدیم. من فهمیدم معنای کردستان، لرستان، گیلان، مازندران، خراسان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان، لرستان، همدان، کرمانشاه، یاسوج، کوکیلوب رحمت، سمنان، من عراق، من ایرانو شناختم. من ایرانو شناختم، دیر شناختم ولی شناختم. حالا بچه‌ها ایرانی ایرانو شناختن. ما ایرانو شناختیم. ما ایرانو شناختیم. ما فهمیدیم رضا شاه بزرگ برای ما چیکار کرد. ما فهمیدیم آریا مهر بزرگ برای ما چیکار کرد. 20 سال نذاشتید حرف بزنیم. 20 سال سانسورمون کردید. 20 سال بهمون فحش دادید. 20 سال به ما فحش دادید، 20 سال به ما فحاشی کردید، 20 سال تو دهنمون زدید، 20 سال به ما گفتین چماخکش، 20 سال به ما گفتین بی پدر و مادرها، 20 سال به ما گفتین شبان بی مخا، 20 سال به ما گفتین فحاشا، 20 سال به ما گفتین چاخوکشا، 20 سال به ما گفتین لاتا، 20 سال به ما گفتین چماخکشا 28 مرداد. بالاخره یه خونه پیدا شد. بالاخره یه مرد اومد یه خونه رو برای ما باز کرد. خدا پدر مادر اقلیان وطن خوار رو رحمت کنه. خدا خواهرش رو بیامرزه. چه این خونه رو برای ما باز کرد. مگر این خونه نبود من کجا میرفتم؟ کجا میرفتیم حرف میزدیم؟ کی به ما اجازه میده من بیام اینجا بشینم عکس رضا پهلوی رو بذارم و زمین و زمونو با چک و لگد بزنم؟ کی به منم چه اجازه میده؟ هیچ کدومشون. چرا؟ خائنن، دزدن، مزدورن. زو حرفامو بهتون زدم. تا چهارشنبه اسامی بچه‌ها رو بگید. آقای مهندس اسامی هست بفرمایید، اگه نه اسامی رو بگید. سپاس جناب مهندس هاشمی گرامی. سری از همیانان عزیز لطف موعد کردن با پوزش. برنامه بعدی اگه یکی دو دقیقه دیر برگزار میشه خیلی پوزش میخوام. جناب دکتر حسن رهنوردی، جناب رهنوردی با پوزش از حضور جناب عالی عذر میخوام از حضورتون. سرکار بانو مهین از سندیاگو $30. سپاس از شما سرکار بانو مهین گرامی. خانم شاه دوست، درود به شرفت، $50. سپاس از شما سرکار بانو منیر، $100. جاوید شاه دوستدار پهلوی، درود به شرفت. نیکولاس $40. آفرین نیکولاس، دمت گرم، از سوئد بودی درسته؟ درود بر تو باد. دوستدار پهلوی بلی $125. دست درد نکنه، درود به شرفتون. از این آیدیا دوستدار پهلوی، عاشق پهلوی، پهلوی، آفرین. جنبش رو بندازین، جنبش میان پرستی رو. اسامی رو از اول تا آخر میگم، از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای شریفی و بانو $30. سپاس از شما. فرشید آلمان €10. سپاس از شما. پدر الی از اسرائیل $300. با جاویچا سپاس از شما، دست درد نکنه. جناب سرنگ وزیر سازمان سرباز $1000. جناب سرنگ بینای سپاسگزارم از حضورتون. بانو مهین ساندیاگو $30. خانم شاه دوست، بانو شاه دوست گرامی $50. سپاس از شما. بانو منیر دوستار پهلوی، جاوید شاه $100. دوستار پهلوی برلین $125. و نیکولاس $40. دست همتون درد نکنه، بی‌نهایت سپاسگزارم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه‌های جنگیم. بچه‌ها بجنگید با اینا تا پیروز بشیم. پاینده باد ایران. جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. تا چهارشنبه شاد و پیروز باشید. ایران رو پس می‌گیریم.